عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. این آخرین برنامه سال 1399، آخرین برنامه قرن 13 هجری است و امروز هم جمعه هست، 19 ماه مارس یا مارس 2021 برابر با 29 اسفند ماه 1399. فردا به وقت نیویورک ساعت 5:38 دقیقه سال تحویل میشه و به وقت ایران احتمالا میشه بعد از ظهر. هر جای دنیا هستید امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید و در کنار دوستان و فامیل و براتون سالی سرخوش از سلامتی و شادی آرزو میکنم. اجازه بدید که ما روی فیسبوک هم به دوستان بگیم که هستیم و شما هم اگه لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتون شیر کنید ما بیشتر ممنون میشیم. و اما اجازه بدید که سلامی داشته باشم با آقای بهزاد معصومی که پس از سالها دوباره من با ایشون در تماس هستم و شنیدید میگن خدا عادله؟ من بعضی از این دوستان رو که میبینم به عدل خدا شک میکنم. به یه کسی همه هنرها رو داده، به ما وقتی رسیدیم گفته برو آقا. حالا ایشون فکر کنم جوانتر از منه، بعد از من دنیا اومده، نمیشه بگم گفته ما همه هنرها رو دادیم به آقای معصومی. خلبان هست، نقاش هست و خوشتیپ هست از همه مهمتر. و با من تماسی داشت ایشون هفته گذشته و گفت که میخواد چند تا، به من گفتن دو تا، ولی حالا ما داریم بیشتر چیز میکنیم که تشویق بشه، بیشتر کارهای هنری خودش رو میخوان که در این ایام به ایرانیان تقدیم کنن و هیچ پولی هم بابتش نمیخوان. حالا نحوه انتخابش چجوری هست و چگونه هست نمیدونم. حتی ایشون گفت که به اصطلاح راجع به ارسالش به جاهای مختلف دنیا، گفت چون قیمت ها بالا پایین میشه اون کسی که برنده هست باید هزینه شیپمنت یا ارسال این تابلوها رو به هر جای دنیا که میخواد بده یا بره در اون کشوری که ایشون هست به اصطلاح تحویل بگیره. و من سعی میکنم هفته آینده که هم سال جدیدی هست با ایشون صحبتی داشته باشم تا ببینیم برنامهشون چی هست و چگونه میخوان این دوتا آثار هنری خودشون رو به شما بینندگان یا به سازمانهایی که کار خیر انجام میدن تقدیم کنن. و امیدوار باشیم که دوستان این کارها رو بیشتر انجام بدن. من حتی از یک هنرمندی درخواست کردم، ولی خب الان ایام عیده و شاید باورتون نشه کنسرت‌های ارمنستان و اینها به راه است و ایشون هنوز تماس نگرفته، جواب نداده. امیدوار بودم که تا امروز من تماسی از این خواننده معروف محبوب داشته باشم، ولی چون نشد ما این کار رو میندازیم به هفته‌های آینده و در سال جدید. ولی من اینجا صفحه فیسبوک آقای بهزاد معصومی رو به شما نشون میدم، لطف کنید شما هم unable to start video live click your setting and try again. من نمیدونم چرا ما داریم برنامه زنده پخش میکنیم، اینجا میگه که نمیتونیم برنامه زنده داشته باشیم. اینم از به اصطلاح محاسنات فیسبوک و اینها هست، یا دوستانی که حالا بعد در حین برنامه میگم. هفته گذشته وقتی برنامه رو اجرا کردم بعد چند نفر از دوستان تماس گرفتن و یکی از اونها دوست قدیمی هست که ایشون مجاهده و من حقیقتش یه کمی سوال دارم از اینایی که ادعا میکنن مجاهد هستن ولی نمیرن به سازمان بپیوندن. خب وایسادید برای چی؟ سازمانی که دیگه نسل خودش رو منقرض کرد. و اینم از این بذارید ما بگیم که بله اینجا سربی با مردم فیسبوک یه دفعه
قطع کرد. بعضی وقتا این فیسبوک مخصوصا روزهای جمعه و اینها شاید به خاطر فشار زیادی که روی بندویتش هست این کارا رو انجام میده که کار قشنگی هم نیست. حالا ببینیم که پخش میشه یا نه. میگه شما برو توی سیتینگ. چه کار سیتینگ ما داری؟ ما گفتیم کدام دوربین و گفتیم کدام میکروفون و شما شروع کردی. حالا اگه اشکالی از خودت هست چرا میندازی سر ما؟ و این رسمه از سالها پیش به اینایی که شما زنگ میزنید بهشون میگفتن تک سپورت یا کاستومر سرویس یا رپرزنتیتیو یا ایجنت. به اینا یاد داده بودن که هیچ وقت شما نگید سیستم ما داونه، هیچ وقت نگید اشکال از ماست. طرف رو یکم بذارید سر کار، بگید کامپیوترتو خاموش روشن کن، اینترنتتو چک کن و اینا. امیدوار بودن توی این فاصله به اصطلاح اشکال برطرف بشه و همه چیز به حالت عادی برگرده. و حتما شما هم اون موقعی که زنگ میزدیم به مایکروسافت و اینها این اشکال ها براتون بود. بذارید من اینو شیر کنم باز با مردم، با پیج مردم تیوی، و از شما بخوام که این کار رو انجام بدید. چون دوستان میدونن که ما برنامه هامون ساعت 2 شروع میشه، من بعضی وقتا چند دقیقه زودتر شروع میکنم تا به اصطلاح اگر چیزایی رو میخوام بگیم. چون امروز دوتا مهمون دارم، آقای فرزاد نیساری و آقای امیر حسین لادن، و حیفم اومد که یکی از اینا رو بگم هفته آینده. گفتم با این دوستان هم باشیم آخرین برنامه امسال رو و این دوستان حسن ختام برنامه باشن. و این عزیزم صفحه های خودشون رو دارن، آقای نیساری، فرزاد نیساری، و صفحات مختلف که چون هر روز عوض میکنن دیگه من همه رو نمیدونم. ولی آقای امیر حسین لادن هم صفحه شخصی خودشون رو دارن و هم پیج یا صفحه اندیشکده آگاهی و شناخت. حتما از این دوستان به اصطلاح از صفحاتشون بازدید کنید و اگه خواستید تماس بگیرید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. خب یک بار دیگه اجازه بدید که من داشتم درباره آقای بهزاد معصومی صحبت میکردم، بذارید که صفحه ایشون رو هم نشون بدم و با هم یک مروری داشته باشیم. بعد همونجوری که بهتون گفتم سعی میکنم که با ایشون یه تماس بگیرم و هفته آینده در سال جدید برنامه داشته باشیم که خودشون صحبت کنن، یا اگر امروز امکانش هست، چون از قبل قرار نذاشتم، گفتم آخرین روز سال هست، هر کسی کار داره، میخوان به اصطلاح وسائل و چی باید بگیم، تجهیزات که نمیشه، هفت سین و اینها رو ردیف کنن. و من میبینم که آقای بهزاد معصومی، ایشون باید بگم دکتر بهزاد معصومی، ولی من چون ایشون رو از قبل از این که حتی دکتر بشن میشناسم، همینجوری آقا بهزاد یا آقای معصومی میشناسم، ولی در هر صورت ایشون دکترا گرفتن در رشته بیزنس ادمنستریشن و اینفورمیشن سیستم، و جالبه که کارهای هنری انجام میدن، تابلوهای نقاشی، و اگر روی وبسایت ایشون برین چندین نفر از افراد معروف، مدل‌های مشهور، حتی این دختران شایسته و کشورهای مختلف. این خیلی مهمه که شما بتونی با دیگر فرهنگ ها و دیگر کشورها هم ارتباط برقرار کنی. در هر صورت سعی میکنم هفته آینده یک صحبتی با ایشون داشته باشم. اینم به اصطلاح صفحه فیسبوکشون هست، همون جوری که میبینید یا همون جوری که شنیدید، بهزاد معصومی، و توی پرانتزم نوشتن بهزاد معصومی. من بهشون پیشنهاد میکنم توی پرانتز با فارسی بنویسن، فیسبوک بهشون اجازه میده که انگلیسی اسم داشته باشن، اینجا هم به فارسی، که اگر دوستی امکان انگلیسی نوشتن نداشت بتونه باز ایشون رو پیدا کنه. و همون جوری که میبینید 336699 نفر هم ایشون رو فالو میکنن از سر تا سر دنیا، و این یکی از اون خانم هایی هست که تا
دختر شایسته 2018 بوده به نام مای اندو، و این خانم هم این همون خانمه، ولی باز هستن افراد دیگه‌ای که به اصطلاح کارهای ایشون رو دیدن و در نمایشگاه‌های ایشون شرکت کردن، ولی چون زبون‌های مختلف هست بهترین کار برای ما اینه که با خودشون یه روزی یک مصاحبه داشته باشیم، ولی تا اون زمان به اصطلاح شما از صفحه فیسبوک ایشون بازدید به عمل بیارید یا دیدن کنید. و اجازه بدید باز هم سال نو رو به ایشون تبریک بگم، گرفتن دکترا رو به ایشون تبریک بگم، و بذارید من سایت ایشون رو بیارم، عکسایی که دارن، و ایشون خلبان بودن در جنگ های ایران عراق، جنگ ایران عراق اینا هم شرکت کردن، و به قول خودشون میگن ما از همه جا جون سالم به در بردیم، حالا اینجا هستیم. ما هم بودن ایشون رو در اینجا تبریک میگیم، و این هم عکس زیبای بله نقاشیشون، نقاشی هاشون فکر کنم به انگلیسی میگن abstract یا چیزایی که مرموز، نه اتفاقا راجع به این نقاشی ها من یه صحبتی دارم به شما خواهم گفت، و اون اینه که این نقاشی ها مثل همون ماجرای، بذار من این عکس رو هم بزرگ کنم و بعدم وقتی با ایشون صحبت کردیم درباره خدمتشون در نیروی هوایی و اینها هم صحبت کنیم و ببینیم که به اصطلاح کجا بودن، چه کار کردن و الی آخر. میدونید که نیروی هوایی واقعا شجاعانه با اون هواپیماهایی که حتی وسیله و پارت و اینا نداشتن از خودشون مایه گذاشتن، و از خلبان بابایی، خلبان عباس دوران، که عباس دوران رفیق صمیمی من نبود ولی باهاش آشنا بودم، من با داییش آقای ماشالله افراسیابی دوست و آشنا بودم، و این آقای عباس دوران می اومد اونجا مغازه داییشون توی سیمتری سینما سعدی، و از بس آدم جدی بود، متاسفانه در فرهنگ ما اینجوریه، هر کی جدی و مرتب باشه اسمای بد براش میذاریم، ولی به عباس میگفتن عباس عمر چون بد اخلاق بود، شوخی نمیکرد و اینها. و یه فیلمی از زندگی نامش دیدم، حتما به شما هم پیشنهاد میکنم، زندگی نامه این خلبانها یا افرادی که در نیروی دریایی ایران بودن مخصوصا در زمان جنگ رو ببینید، و فیلم‌های قشنگی از اینها درست کردن که به این وسیله از خودشون و خانوادهشون تشکر کنن. و اما دوستی داریم آقای مسعود که حتما شما شنیدید، من بارها از ایشون دعوت کردم توی برنامه‌های ما شرکت کنن و تا امروز موفق نشدم. یک سی دی چند ساعته دارن که مایل هستم اونو برای ما بفرستن تا گوش بدیم. این سی دی مال اون موقعی بوده که ساختن فیلم و اینها مشکل بوده، ولی ایشون با دوستانشون این کار رو انجام دادن و صحبتایی که اون موقع چند سال پیش 20 سال پیش انجام دادن الان یکی یکی جلو روی همه ما هست. و این هفته برای من یه لینکی فرستادن که من اگه بتونم بهتون نشون بدم، متاسفانه کوالیتیش خوب نیست، وقتی که ویدیو رو شما با دوربینتون ضبط میکنید اون چیزی که شما از تلویزیون میبینید نیست. دلیلش هم اینه که دوربین، مخصوصا دوربینای این چیزا 30 تا عکس در ثانیه میگیره، ولی بستگی داره به کجای دنیا باشید، تلویزیون یا حالا 50 فرکانس هرتز باشه یا 60 باشه یا بیشتر، تصویرها رو شما به صورت بریده بریده میبینید، خط خط میبینید، بعضی جاها حتی شروع میکنه پیکسل پیکسل میشه. ولی اگه لینکش رو برای من فرستاده بودن و دقیقه و به اصطلاح ثانیه اون ویدیو رو، من میتونستم بهتر بهتون نشون بدم. حالا بذارید ببینم میتونم اینجوری پیداش کنم و به شما نشون بدم. من فرستادم برای خودم ولی باید توی MTV باشه. بذارید بگم که سند بله. و از چی صحبت میکنن؟ از امید نادان. میدونید حتما
این امید دانا رو من از روزی که آمد و اون موقع طرفدار سفت و سخت رضا پهلوی بود بذارید یه بار دیگه برای خودم بفرستمش. این ماجرای ارسال این پیامک ها و مسیج اینا هم دنیایی شده توی اینجا هست. شادم اینجوری بهتون نشون بدم، بذارید ببینم میتونم اینجوری صداشم زیاد کنم که این بیاد بالا یک لحظه ببینم. دیدید دیگه تلویزیون های دیگه هم این کار رو میکنن. با این کارزار اعلام کردم در قسمتی از این متن اومده بیایم خواست نر جمهوری اسلامی رو محور همبستگی ملی قرار دهیم. عزیزم چقدر حقوق میگیری تو بازداشتگاه معناتو که با موی سپید وایسی اونجا مثل خیار چنبر خودتو اینجوری مسخره خاص و عام کنی، خودتو سبک بکنی؟ چقدر میگیری؟ 2000 یورو؟ 3000 یورو؟ جان من بیشتر از 3000 یورو میگیری؟ خاک بر سرت، یک شیشم من در حقیقت نگم برات. نمیدونم شنیدید یا نه، این تلویزیون من و تو رو مسخره میکنه که واقعا هم تلویزیون من و تو باید مسخرهش کنین، چون اینایی که توش کار میکنن یا میدونن که این تلویزیون شروعش از کجا بوده، به اصطلاح مؤسساش کیا بودن، یا نمیدونن. اگه نمیدونن خب باید برن تحقیق کنن. این خیلی بده که شما یه جای کار کنی ندونی، بشین نردبان یه دزد ولی بگی من نمیدونستم این نردبان رو میخواد، یا راننده یه نفر باشی بری اون بانک بزنه بعد که شما رو میگیرن بگی من نمیدونستم این میخواد بانک بزنه. ولی همون موقع باید به امید نادان گفت که شما که اینو مسخره میکنی، اولا موی سفید بنده از 21 سالگی اینجام شروع شد موی سفید داشتن، اون اصلا کاری به جوانی و پیری نداره. دوم این که به این آقا فکر کنم اسمش هم فرشید باشه، میگی که شما چند میگیری توی بازداشتگاه من و تو، تلویزیون من و تو رو میگه بازداشتگاه و از این میپرسه تو چند میگیری. و خیلی جالبه در ضمنی که میخواد بگه اون پول میگیره به اصطلاح خدمت میکنه، حالا یا به پنتاگون یا به دشمنا یا به اپوزیسیون یا به اپوزیسیون، خودش رو هم یه جوری آقای مسعود باور داشت که ایشون خودش رو لو داده. گفتم نه، اتفاقا ایشون داره تبلیغ میکنه که امید و امیدوار برای فروش آماده است و حالا میگه 18000 دلار یا یورو، 6 برابر اون میگیره، ولی این چونه میزنه و کمش میکنه. من یه چیزی رو دوستان به شما بگم، خداییش اگر آخوندا پول میدادن به من و به امید نادان و به فخرآور و به ایرج مصداقی و به بهبهانی معتاد و به داور و به این و اون، خیلی از شماها میومدین میزدین جلو صف، خیلی از شما نامه مینوشتید برای آخوندها که آقا من یه شیشم سربی میگیرم بیا من استخدام کن، و این ذات بشره. ولی جای تأسف اینه که ما هممون داریم مجانی کمک میکنیم با آخوندها. یعنی اگه من میام میگم آقا نباید در مملکت ما توی ایران که انسولین نیست، مشکل واکسن و اینا به این صورت هست، ماجرای کووید هست، ماجرای گرونی هست، 9 نفر از چهارشنبه سوری و ترقه بازی و آتش بازی بمیرن و هزاران نفر زخمی، و میدونید سوختگی یه چیزیه که جراحتش به یه روز و دو روز و یه هفته به اصطلاح خوب نمیشه و از بین نمیره. و برای دوستان مینویسم که ما کی میخواییم دست از این سنت های مزخرف برداریم، همه شروع میکنن فحش دادن، مزخرف خودتی، مزخرف بابات، این جشن پایکوبیه. میگم احمق برو بخون، مطالعه کن، ببین چهارشنبه سوری پیدایشش از کجاست، از ظلم و ستمی که حکومت‌های ایران، حالا چه پادشاهی بوده چه قاجار بوده چه هرچی، به مردم کردن و مردم رو گشنه و گدا نگه داشتن، مردمی که آبرو داشتن در در همسایه، چهارشنبه سوری میرفتن گدایی. برای که این فیسبوک امروز اذیت میکنه، نمیدونم چرا unable to start
لایو ویدیو. ما که استارت کردیم دیگه، بذارید ببینم حالا اینجا چیزی نشون میده یا نه. در هر صورت این ماجرای فیسبوک و اینها، هر کدوم از اینها باید یه روزی ما منتظر باشیم که اینها داغون بشن، داون بشن، یکی یا چند نفر از کارمندای خودشون ناراضی باشن. الان اون ماجرای کلاب هاوس تازگی اومده، مردم خیلی احساساتی، ما ایرانیان که از همه بدتر و تندتر و زودتر رفتیم سراغش. و من یه چند روزی به خاطر همین بیحالی واکسن دومم که بود رفتم دور زدم و اینها، بعد دیدم واقعا یه میشه گفت یه دیوونه خونه یه که الان برای این فصل Let's go you have updated Microsoft here's what's new. اوکی، ما اپدیت نکردیم، شما خودتون اپدیت کردین، ولی مبارکه. حالا ببینیم فیسبوک برامون میاره یا نه. این همین ماجرا هست. ببینید، چون ما داریم از مایکروسافت، از صفحهشون یا از پیجشون استفاده میکنیم و روی اون فیسبوک رو باز میکنیم، هر وقت دلشون میخواد قطع میکنن، هر وقت دلشون میخواد برنامه جدیدی میزنن و الی آخر. حالا میگه که ما برنامه جدید گذاشتیم و شاید هم دلیلش همین بوده که این برنامه امروز قطع وصل میشده، ولی مهم نیست. ما دوباره، یادم به چند مدت پیش بود، یه آقایی بود به نام کوروش وحدانی اگه اشتباه نکنم، بعد میگه سوربی تو در عین برنامه یه همچین اشکالی پیش میاد، عین خیالت نیست و دوباره برنامه رو راه میندازی، کار میکنی. گفتم ببین، اون کسی که مثلا تجربه داشت، راننده خبره ای بود، اگه ماشین خاموش میشد، حالا چه تو سربالایی چه تو سرزیری، بلد بود چجوری کنترل کنه، هول نشه. هول نشدن از همش مهمتره، چون شما وقتی هول میشی اون کارهای یعنی خطرات خودت رو زیادتر میکنی. و اینم از این دوباره راه افتاد. امیدوارم با این چیز به اصطلاح سیستم جدید فیسبوک و مایکروسافت ایج که همون اینترنت اکسپلورر درست کار کنه. و اما بله، دکتر بهزاد معصومی رو گفتم، بعد توی این بازپخش ها هم میتونید حتما ببینید. این برنامه هم تا هفته آینده هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه، از اون تویچ پخش میشه، از مردم تیوی دات کام پخش میشه، از مردم ریپورت دات کام پخش میشه. ضمناً دوستان، شما میتونید روی مردم ریپورت دات کام، نه دات نت، روی مردم ریپورت دات کام اون سمت راست ویدیوهایی رو که دوست دارید بذارید، فیلم سینمایی باشه، هر چیزی که روی یوتیوب تونسته باشید خودتون بذارید یا دیگران گذاشته باشن، شما میتونید مجانا اونجا پستش کنید، قرارش بدید و دیگران نگاه کنه. خب این ماجرای این. و من همین راجع به کلاب هاوس چند روز گذشته خیلی هم تو اتاق شیرازی ها بودم، چیتو شد که ایتو شد. متاسفانه دیدم حالا این دوستان شیرازی چون اصرار دارن شیرازی صحبت کنن، خیلی غلیظ‌تر از معمول و نرمال هم هست صحبت میکنن، ولی خیلی کلمه ها رو یادشون رفته و اشتباه میگن. من وایسادم، سعی کردم چند کلمه رو درست کنم، بعد دیدم ای داد بیداد، منم دارم تبدیل میشم به اینا که همینجوری وایسم اونجا. یکیش میگه من دیشب همینجا خوابم برد، یکیش میگه والا من باد میرفتم دستشویی نرفتم، یکیش میگه خوراکم سوخت، یکی میگه آب گذاشته بودم جوش چاییدم بیاد، کتریم سوخت، فلان اینا. گفتم نه نه نه، ما همین هفته یکی دو ساعت برنامه رو میذاریم و کافی. و اما برگردیم به ماجرای این چهارشنبه سوری و این که دوستان ببینید، یه کسی باید این سنتای به اصطلاح خرافاتی رو از بین ببره. معمولا کسایی که میان اول میگن، اونا مورد دشنام قرار میگیرن، تهمت بهشون زده میشه، تهدید میکنن، بعد یکی یکی مردم یاد میگیرن. شما اگه برید فلسفه قاشق زنی چهارشنبه سوری و اینکه چرا چادر مینداختن رو سرشون، هیچی دیگه نبوده، یه چادر مال مادرش مینداخته، یا خودمون خانم خونه ممکنه چادر مینداخته زرش، یا آقای خونه. دو سه روز دیگه عید میشده، معمولا آخرین سه شنبه، که خود اینم مسخره است، چرا سه شنبه برن بگن چهارشنبه سوری؟ بله تو ایران سه شنبه شب میگنش شب چهارشنبه،
و چهارشنبه شب میشه چهارشنبه شب. اینا همش یکی یکی اشکاله که با تمرین و با تکرار این تمرین ها درست میشه. اولیش اینه که شما میخواین جشن میگیرین، جشن میگیرین، این از آتش پریدن و اینا چیه؟ دیدم خانم فرح دودی، دیوا ببخشید، دودی چون دودکشه، این یه مشت ظرف آلومینیوم گذاشته روی یک، اینجا بهش دک میگن، پدیو میگن، و یک نفر نوشته بود که بابا این ظرف آلومینیوم داغ رو روی یه جایی که چوبی هست خطر آتش سوزی هست. اینا من نوشتم اب نداره، این خانم با آخوندهای دربار 42 سال پیش ایران رو آتش کشید و در رفت، حالا هم اینجا داره از رو آتش میپره. امیدواریم که این هم آتش آخری باشه و ایشون هم بپره و بره. و این حرکات زشت، دیدم حتی یه دوست جوان ما که اینجا دیجی هم هست با بچهش هم بغل کرده از رو آتش میپره. حتی دیدم آقای مانی خورسندی برنامه گذاشته چجوری این آتش ها رو روشن کنیم، چجوری از روش بپریم. البته خب ایشون طبق معمول اون جنبه طنز و شوخی رو هم باهاش آورده بود که آبجو و ودکا و اینها هم هست. ببینید آقا، شما هر شب هم بخوای جشن بگیری هیچ اشکالی نداره، ولی اگه جشن ها احمقانه باشه مثل هالووین، اینا رو باید یه قسمتایش حذف کنید. اگه یه چیزای دروغ باشه که به بچت بگی نمیدونم دندونت که میفته بذار زیر بالشت، بعد نمیدونم توتفری برات پول میاره، این مزخرفات، و الا شما هر شب جشن میگیرید. فورت آف جولای، روز استقلال آمریکا، بله جشن میگیرن، میرن از صبح بیرون، کنسرت فلان، الان که کمتر شده، احتمالاً امسال خیلی کمتره، ولی اون قسمت آتش بازی برید ببینید چه خطراتی داره. حتی در همین لس آنجلس دو سه روز پیش یک منزلی آتش گرفت که توش وسایل آتش سوزی بوده، دو نفر کشته، چندین نفر مجروح، و من همش دنبال این بودم که ای داد بیداد الان ننویسه این یه منزل یه ایرانی بوده. خیلی خوشحالم آقای اردشیر شیخی اینجاست، پیشاپیش عید نوروز رو به شما دوستان تبریک میگه، منم به ایشون تبریک میگم، امیدوارم که سالی خجسته و شاد باشه. آقای شیخی، شما نظرت درباره چهارشنبه سوری، از آتش پریدن، نمیدونم قاشق زدن، اینا چیه؟ چه باید کرد؟ چه سازمانی باید درست بشه؟ چه آدمای مورد اطمینانی؟ یادتونه اینجا وقتی میگن ادمین، یا تو ایران اون شرکت های چیز مسئولینش رو یه اسم خیلی قشنگ، معتمدین مثل که میگن، معتمدین، چه سازمانی باشه که یه عده معتمد داخلش باشه که بدونیم اینا از روی دانش و سواد و آگاهی دارن این تصمیم ها رو میگیرن. و یه دگرگونی، یه چیزی برای یه نفر، یه خانمی بود که فوش داده بود به من، نوشته بود حتما فردا میخواین سیزده بدر رو بگین، نوشتم برو سیزده بدرم بخون ببین سیزده بدر یا همون جشن پوریم دوستان کلیمی مال کی بوده. یادتونه از بچگی به ما میگفتن نرین تو کوچه، اگه بری تو کوچه، تو شیراز میگفتن جودا میگیرن میبرن خونتونو میمکن. شما ماجرای نوشیدن خون در مراسم کلیمی ها رو برید گوگل کنید، ماجرای پوریم، داستانشو با همسر همین استری که فکر کنم قبرش در همدان هست، برید بخونید، یه کمی آگاهی و دانش خودتون رو بالا ببرید، بعدن به این و اون حمله کنید و به اصطلاح هی بگید که نه این فرهنگ ما هست. فرهنگ مجموعه آداب و کارهای روزانهی که کسی انجام میده میشه فرهنگ اون جامعه. حالا اگه یه مجموعه بد باشه، خب من یه مثال ساده براتون میزنم، کاریکاتورش هم هست، عکسش هم هست، اگه بتونم پیدا کنم بهتون نشون بدم. یه زن و مرد رو گذاشتن توی دیگ، نگاه کنید، گذاشتن پلیر 5، اجازه بدید، هر کسی درباره چهارشنبه سوری، سیزده بدر اینا نمیخواد فکر کنه، نمیخواد تحقیق کنه، من پیشنهاد میکنم اینو نگاه کنه. میگه که اینجور نگامون نکنید، این یه قسمت از دین ماست و تو هم باید بهش احترام بذاری. خب همینو بگید، این یه قسمت از دین و فرهنگ ماست.
خود فرهنگ هم یه جورایی وقتی دین رو قبول میکنه یه کشوری، اون دینه میشه فرهنگش. زن و شوهر رو گرفتن انداختن توی دیگ بادیه، راستی یادتونه این شکل شکل بادیه است. تو شیراز یه ظرف مسی بود بهش میگفتن بادیه، من فقط یادم میاد تو این نون نگه میداشتن و اون دیگ و قابلمه و اینها فرق میکرد، اینجوری تش گرد نبود، در صد این یکم مثل ظرفای چینیه، تش نه چینیه شکستنی، ظرفایی که ملت چین داخلش خوراک میپزن تش گرد، احتمالا برای انتقال گرما. بعد نوشته این یک قسمت از دین ما هست. یعنی چی؟ یعنی لزوماً دوستان این چیزی که من و شما یاد دادن که ما باید به همه افکار احترام بذاریم، به همه ادیان احترام بذاریم، به همه فرهنگ ها احترام بذاریم، درست نبوده، نیست و نخواهد بود. اینو از کلتون ببرید بیرون، قبل از اینکه بهتون بگم از کله پوکتون ببرید بیرون. دوستانی که برنامه رو الان میبینید میتونید نظراتتون رو بنویسید، میخونم. اگرم بعداً در قسمت بازپخش میبینید، همون جوری که میدونید اینجا ما ایمیلمون رو نوشتیم، وبسایتمون رو نوشتیم، صفحه فیسبوکمون هم هست، صفحه فیسبوک شخصی من هست، صفحه پیج مردم تیوی هم هست، شماره تلفنم هست. با این تلفن هم میتونید پیام بذارید، هم میتونید تکست بفرستید. و اون احمقهایی که به جای اینکه زنگ بزنن بگن آقا شما اشتباه میکنی، اینجا اینجوری نیست، فحاشی میکنن، من با شنیدن اولین فحش میندازم این سطل آشغال. و شما اینقدر نادان هستید که اقلا نمیذارید فحش آخره به اصطلاح پیامتون بدین، همون اول وقتی فوش میدی من میندازم بره. و وقتی ترسو هستی صداتو تغییر میدی، بیچاره ببین تلفن بازه، من اینجا نشستم توی جعبه شیشه‌ای، سالهاست این کارو میکنم، خدا میدونه تا حالا چند نفر از شما شاه الله یا دق کردین، سکته کردین، سقط شدین و من هنوز اینجا هستم. خدا میدونه تا حالا چند نفر از این مجاهدین کل خری که نمیخوان قبول کنن که سازمان مجاهدین، حتی فرزندان خودشون هم اونجا وای نمیسن، فرار میکنن. چیزی که از سازمان برای حفظ آبروش به اونا پول میده، پاسپورت میده، میفرستشون آمریکا، میفرستشون اروپا، زندگیشون رو تأمین میکنه که خفه باشن. ولی شمای بیچاره ای که کار میکنی، من دوست داشتم اگه اشتباه نکنم اسمش کوروش بود توی کانادا، و این پول میفرستاد برای سازمان مجاهدین و میگه حتی با همسرش هم اختلاف پیدا کرده. و میگم خب آخه اینا دارن چه کار میکنن؟ میگه نه آقای صوبی شما نمیدونی، اینا خیلی دارن مبارزه میکنن. میگم آقا من که دارم میگم من نمیدونم، تو به من بگو اینا چی کار میکنن. در هر صورت با همه اینایی که گفتم جا داره از تمام اونایی که مخالف من هستید، شخصی مخالف من هستید به خاطر گفته ها و باورهام، ممنونم که با وجود تحمل این درد سخت این برنامه رو میبینید، چون من خوشحالم که یکی مثل آقای احتشامزاده، این هنرمند خوب ما، اول با مخالفت میاد، ولی انسان شریفیه، فحاشی نمیکنه، دشمنی نمیکنه، ولی الان موافق شده. الان میگه آقای سربی حرفی رو که تو سال 2006 و حرفی رو که تو سال 1987 به رضا پهلوی زدی، تازه خود رضا پهلوی جون کند و آمد و گفت که آقا من شاه نمیخوام باشم، نمیتونم شاه باشم، برید دست از سر کچل من وردارید. من ممنونم از ایشون، ممنونم از دیگران. و اما نوروز را بر شما و تمامی عزیزان شاد باش عرض می کنم. آقای شاهین فاتحی، دوستان حتما سایت یعنی صفحه آقای شاهین فاتحی رو ببینید، خیلی کوتاه، مفید، مختصر می نویسه ولی می زنه به هدف، و از اونایی که وقتی می نویسه شما درست 5 دقیقه 10 دقیقه می خونی ولی یکی دو روز تو فکر فرو می ری. آقای اکبری عزیز، من گفتم بادیه یعنی چی؟ تو شیراز یه چیزایی بود کماچتون میگفتن، چی میگفتن؟ بادیه بود، مثل دیگ
دیگ اینجوری تش صاف میمد بالا، قابلمه معمولا اینجوری بود، ولی یه چیز دیگه ما داشتیم به نام بادیه و پایینش اینجوری گرد بود. اونو چی کار میکردن؟ من یادمه توش نون نگه میداشتن قبل از اینکه سفره‌های نونی و فلان و اینا زیاد، اون سفره‌های پلاستیکی و اینا بشه. شاه اللهی ها که بعد از سخنرانی رضا پهلوی دارن دق میکنن. نه آقا، اینا نمیفهمن. اگه میفهمیدن رضا پهلوی بارها گفته بود که آقا این نه مرد عمله نه اصلا دیگه از پادشاهی در ایران خبری خواهد بود. شما به من یک کشور نشون بدید، فوری نگید اسپانیا، یک کشور نشون بدید که شده باشه جمهوری باز برگشته باشه به پادشاهی. اسپانیا اگر اون آقا این کارو کرد، بعد پسر خودشو پادشاه و فلان اینا، با برنامه بود، برنامه ای که من دوبار با برادر آقای هویدا، فریدون هویدا صحبت کردم و ایشون گفت وقتی که آخرای روزای آخر شاه، شاه بهش گفته که فریدون تو داری میری نیویورک، میدونید که ایشون نماینده ایران در سازمان ملل بود اگه اشتباه نکنم، ببین میتونی یه کاری کنی که ما پادشاهی رو خودمون تبدیل کنیم به جمهوری. یعنی آقای شاه اللهی، خود شاه هم دیگه فهمیده بود که پادشاهی تو ایران به درد نمیخوره. شما مثل طرفداران ترامپ هستین، ترامپی که خودشو خانوادهشو اینها میدونن باختن، رفتن دارن زندگیشونو میکنن، ولی یه عده احمق هنوز هم FBI داره میگیرتشون. یکیش هم دیروز پریروز دوباره رفته بود 8 نفر رو کشته بود توی آتلانتا، یه جوان 21 ساله. شماها مثل اونا عمل میکنید. از این خواب خرگوشی، چرا راستی میگن خواب خرگوشی؟ طولانیه که میگن خواب خرگوشی، این خواب قفلته به نظر من، چون خودتون رو به خواب زدید. اگه خواب نبودید که ما این همه میگفتیم بیدار میشدید، ولی چون خودتون رو به خواب زدید بیدار نمیشین. اینم از این ماجرا. و اما من فکر نمی کنم کسی به امید نادان مایی 18,000 دلار بده که چه کار کنه. آقا مسعود، این امیدی که اول آمد دور کون رضا پهلوی میپلکید و به من فحش میداد، بعدن یه دفعه 180 درجه عوض شد، تا جای عوض شد که میگه خامنه ای نمیدونم امپراتوری ایران رو داره فلان میکنه. آقا من فکر میکنم یه بندی یا یه زنگوله، یه زنگوله انداختن گردنش، یه بندی بستن به یه جایش تو شلوارش، اون بند رو دارن میکشن. حالا یا پدر مادرش در ایران، یه ماجرایی هست که این آخوندا اینجوری اینو اسیر و عبیر و بنده خودش کردن. و این آقایی که یه روز میگه من سوئدم، یه روز میگه من کانادا هستم، یه روز میگه من نمیدونم جزیره قناری فلان جا هستم، اینا همش مهمل و مزخرفه، اصلا اینجوری نیست. ولی اینی که به اون یکی میگه ته بهت 1,000 دلار میدن، بهت 3,000 دلار میدن، یه شیشم من میگیری، من 18,000 دلار. به آقا مسعود گفتم ببین، منم که اینجا نشستم، طرف زنگ میزنه میگه آقای سر به شما چند میدن، میگم آقا 10,000 دلار، شما حاضری بیشتر بدی؟ ببینید این کارو کردن که دیگه کلمه مزدور، کلمه مأمور، کلمه خائن، اینا وطن فروش معنیشون رو از دست داده. هر کسی به هر کسی نمیدونم رفته خونهشون شام خورده، شامش خوب نبوده، میاد میگه آقا اونی که دیگه تو میدونی اون وطن فروشه. بابا من سالهاست اینجا میگم من میخوام وطنم رو بفروشم، یه وطن خر بیاد جلو دیگه، تا امروز یه وطن خر پیدا نشده. خب و اما آقای کامران فروزان، شاعر و نویسنده، یک کتابی به نام قباد و قمری ایشون نوشتن. بذارید این کتاب رو هم روی آنلاین گذاشتن، شما هم میتونید مجانی داشته باشید. من امروز چون 2 مهمون دارم متاسفانه وقت ندارم که همه اینها رو نشون بدم، ولی سعی میکنم صفحه فیسبوک ایشون رو نشون بدم. امیدوارم که توی فیسبوکشون باشه این آقای کامران فرزان. بله اینم صفحه ایشونه که از عکسش پیداست که طرفدار خانواده شاه و پهلوی هست. وقتی میای پایین
اینه، شما صفحهشون رو نگاه کنید، بعد به نوشته هاشون هم مراجعه کنید، اگه دوست داشتید با ایشون هم در تماس باشید. کسی که به جای اینکه عکس خودش و فرزنداش و اینا رو بذاره، عکس یه مش آدم مفتخور رو میذاره، بعد تازه به مردمم توصیه میکنه، وصیت میکنه، سفارش میکنه از منیت خودتان پایین بیایید، همه چیز را حتی همگان هم نمیدانند. بله، این یه مسئله که میگن همه چیز را همگان دارن، ایشون میگه همه چیز را حتی همگان هم نمیدانن. آقای حسین مش، دوستان این چیزها رو تو پیام خصوصی نفرستید. آقای حسین مشفق، خیلی ممنونم، متشکرم. ما باید یه جایی برای خودمون خط بکشیم که آقا مثلا من تو خیابون سربی رو میبینم، میتونم باهاش سلام علیک کنم، ولی صبح دارم میرم سر کار، اینجا در نمیتونم بزنم بیام بگم سربی من فقط اومدم به سلام کنم. میدونی یه چیزایی همین بهش میگن حریم خصوصی. ما روزی بدبخت شدیم که حریم خصوصی دیگران رو بهش به اصطلاح وارد شدیم و رفتیم. بعد بعضی هم از این وری میکنن، میگن آقا فلانی این کار کرد، حریم خصوصیش ما نباید دخالت کنیم. دوستان، افرادی که پابلیک میشن حقیقتا اون حریم خصوصی رو خودشون به اصطلاح از دست میدن، ولی باز یک درجاتی داره باید اون رو رعایت کنیم. این دوستون آقای شاهپور شاهرخی صدر که من یکی دو بارم باهاشون مصاحبه کردم، یک نوشته ای رو گذاشتن. دوستان، تمام اینها اولش طرفدار رضا پهلوی بودن، مثل خود من فکر کردن رضا پهلوی قسم خورده، حالا جوونه، بعد با تجربه میشه، میره اینجوری اونجوری، بعد دیدن نه خیر، این مرد عمل نیست، دروغگوه، مفتخوره، سیگاری، قماربازه، ولش کردن، رفتن گفتن آقا ولش کن. حالا ایشون نوشته که آنچه امروز بیشتر مایه نگرانی من است آینده اسلام است. پس از این تجربه اندوهبار دینی، امروزه بسیاری از ایرانیان در نفی اسلام به ادیان دیگر همچون زرتشتی و مسیحی روی آوردند و این عارضه حکومت دینی است. ایشون میگه رضا پهلوی، هنگامی که رضا پهلوی و همسرش در آمریکا ازدواج کردند، ابتدا قرارداد ازدواج به طور مدنی امضا شد، اما به احترام دین و سنت‌هایشان رفتند و تصمیم گرفتند ازدواج شرعی بکنند. رضا پهلوی، کتاب زمان انتخاب، صفحه 53 تا 69. الان اون مهم نیست که این چه دینی رو دوست داره، اون مهم نیست که به اصطلاح، مهم اینه که این آقا در 21 سالگی سوگند یاد کرده و من سال 2006 وقتی با ضیاء آتابای، با امید امیدوار از تلویزیون ایران و از تلویزیون ای2 و اینها رفته بودیم در نشنال پرس کلاب، من از روز قبلش نوبت گرفته بودم، وقتی نوبت من شد سوال کردم که آقا بنده قسمم نمیخورم، میرم یه جایی میگم آقا فردا میام این کار انجام میدم، فردا صبح 10 دقیقه زودتر اونجا هستم. شما سوگند خوردی، دوربینای دنیا رود اومدن و صحبت کردن و خیلی ها به خاطر تو جونشونو به خطر انداختن. اگه تو ایران تو میگفتی که نمیخوای، ممکن بود طرفم بگه آ دیگه ما شاه نداریم، دیگه خودشو طرفدار شاه اعلام نمیکرد، اونام سرشو ببرن تیر نمیدونم اعدامش کنن فلان بیسار اینا. البته از شاه لایا خیلی کم اعدام شدن، خیلی کم تو زندان افتادن، خیلی کم حتی الان تو زندانن، بیشترین زندانی ها رو همین مجاهدای بدبخت دادن که از یکشون سوال کنی برنامه چیه، هیچ برنامه‌ای نداره. یه نوشته ای رو هفته پیش خوندم خیلی خنده دار بود، نوشته بود این آقای مهدی ثانی خانی اینجوری بود، از عراق اومد ترکیه، از ترکیه اومد اونجا، از اونجا اومد اونجا، بعد در آلبانی چون نتوانست مبارزه را ادامه دهد، گفتم کسی که تو عراق و تو اشرف و تو لیبرتی بوده، حالا که اومده تو آلبانی نتونست مبارزه، کدوم مبارزه؟ بری تو خیابون قدم بزنی زنای سرپتی آلبانی رو ببینی؟ ضمناً یه برنامه هم دوباره همین دو سه روز پیش گذاشته بودن،
17 و این دوستمون آقای حس علی، فامیلیش قدیما یادم بود الان یادم رفته، توی کتابم فقط نوشتم علی مجاهد، منو دعوت کرده بود. ما هم رفتیم توی این اتاق و نگاه کردم، یه اتاق مسخره، 4-5 تا از این سیاستمداران عقب افتاده تندرو که اینا فقط به خاطر اون 10,000 دلار 15,000 دلار پول آمدن 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنن. ولی این جالبه، مجری برنامه یک خانم بی‌حجاب بود. خب علی جان، اگر اینها اون حجاب رو جزء حکومتشون میدونن، چرا اینجا اینجوری بازی میکنن؟ گندم نمای جو فروش شدن. اگه اینو باور دارن، چرا خود خانم رجبی نمیاد با اون انگلیسی؟ وای وای با اون انگلیسی. در اصل خیلی ممنون، آقای محمد سلیمیان هم اینجا هستن، سلام میکنم. دوستان لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتون شیر کنید. خوشم میاد که آقای زمانیان از ایران گفت که آقای سوربی من شیر میکنم، از هیچ کم ترس و واهمه‌ای ندارم، گور پدرشون. آخرین چهارشنبه سوری قرن هم گذشت، متاسفانه همونجوری که گفتم دیگه گرسنگی و گدایی چه ربطی به جشن گرفتن داره؟ اونم جشنی که مردم در این بیپولی برن پول بدن ترقه. ترقه رو کی میخره؟ کی وارد میکنه؟ احتمالاً آقازاده ها، آخونده ها. کی با چین با باروت و فلان اینا سرکار داره؟ احتمالاً آخونده ها، آقازاده ها. پولشو کی میده؟ بچه شما. کی دستش قطع میشه؟ بچه شما. کی کشته میشه؟ بچه شما. کی بعدن فوش میده به سوربی میگه سنت اونو میخوان نگاه داریم؟ همین خود شما. بله، محمد از ایران اصفهان، آقای سوربی خسته نباشید. آقا من 2 سال قبل از انقلاب در اردوی نجف آباد بودم و اصفهان و اون فلاورجون، نمیدونم، خیلی شهرهای کوچول کوچولی اینا هم هست، یه جایی هم بود انارک بود، چی بود، انار خوبی داشت، نائین، اینا همه رو میرفتیم میچرخیدیم و اینها. بعد از این که در ایران به اصطلاح انقلاب شد و بعد که جنگ شد، من تصمیم گرفتم یا برم اصفهان زندگی کنم یا برم شمال زندگی کنم. یعنی من اگر بیش از 5 سال بعد از انقلاب تو ایران مونده بودم، یا می اومدم اصفهان یا می رفتم شمال، چون شیراز بعد از اینکه این جمعیت ها آمدن از خوزستان و این ور اون ور، بعد اون درگیری هایی که آقای دستقیب را انداخت، اون شلوغی ها، اون بی نظمی ها، اون کثیف کاری ها و اینها، ما گفتیم نخواستیم، عطای شیراز رو به لغاش می بخشیم و میریم اصفهان. چرا؟ تمیز، مرتب و مردمش هم آدم های خوبی هستن، برخلاف اون شایعاتی که میگن خسیستن و فلان و اینا. آقا نمیخواد پولشو مفتی به شما بده، خب آدمیه که حساب کتاب سرش میره. در اصل خیلی خوشحالم که با ما هستید، اینجا هستید. و اگه اشتباه نکنم یکی از شناگرای ایرانی خانم شعله ماهوتیان هم از اصفهان بود که ایشون با ما هم دانشجو بود، یعنی هم دوره بودیم اینا. حتی ایشون فکر کنم رشته مکانیک و اینها بود، ما رشته برق بودیم. خانم شعله ماهوتیان الان هم توی یا شیکاگو هستن یا این میشیگان، یه جای اینجا هستن. بله، خب رضا پولوی بالاخره تصمیم گرفت، حالا ببینیم، لابد یه کسی گفته آقا بیا باشو رئیس جمهور، شاید یه شانسی داشته باشی. این از این. درباره گلکوب تگزاس، آقای اکبری با همین اتاق چی تو شد که ای تو شد مال کلاب هاوس صحبت میکردم، یه نفر گفت من از گلکوب هستم، گفتم این گلکوب هنوزم گل میکوبن و هنوزم تگزاس شیرازه، گفت کاکا هنوزم همون خرتوخری که بود هست. حالا نمیدونم منظورش از خرتوخرا خرایی بود که بار میبردن آهک و گل یا چیزای دیگه. خب و اما رأی دادن یا ندادن، قبل از اینکه به رأی دادن و رأی ندادن ایران برسیم و بحث امروز ما با آقای امیر حسین لادن هم در همین رابطه است، در رابطه با مقاله‌ای که ایشون نوشته، دیروز توی آمریکا گفت بیش از 300 نفر رو گرفتن و اینها، بعد گفت خیلی جالبه یکی از اینها رو که گرفتن
گفته خب من رفتم که رأی گیری که دزدیده شده بود اینو برگردونم به جاش و اینا. گفتن خب تو به کی رأی دادی؟ چرا فکر میکنی دزدیده شده؟ گفت من رأی ندادم. منم هر جایی که مینیسته رأی ندهید، اگه رأی بدهید دستتون رو زدین تو خونه نمیدونم فرزند این فرزند اون، مینیسم رأی ندهید به شرطی که فرداشم نیان بگین رأی من کو. یه دفعه به این آقای سهراب چمنارا گفتم آقا شما کتاب نوشتی رأی من کو؟ شما رأی دادی؟ گفت نه. گفتم خب آخه این اصل جلد کتابت غلطه، ما ایرانی که فقط جلد کتابا رو میخونیم دیگه لازم نیست بیایم داخل، خب اصلش غلطه، برو دنبال کارت. این یک. این ماجرای رأی من کو، اگه کسی میره رأی میده یعنی به اون سیستم رأی گیری باور داره، نه مثل ترامپ شارلاتان میگه اگه من برنده بشم قبول دارم. مثل به من بگم بیا مسابقه کشتی، بگم من به شرطی میام که من برنده بشم، مهم نیست که حالا این آقای اسقر برنجی بود خیلی گردن کلوف بود یا اون دهقان بود. وقتی من یه دفعه از 48 رفتم رو 57 با کارگر و اینا، بعد یه دفعه رفتم رو 68 خیلی زود. خب این دلار دوران بلوغ و اینا هم اینجوریه، وقتی هم بچه هنرستانی هستی زور میای مادرت انقدر برات یه سینی مسی استانبولی پلو گذاشته. این ماجرای استانبولی پلو، ما تو شیراز میگیم استانبولی پلو، اینا میگن لوبیا پلو، ما به لوبیا چشم بلبلی میگیم لوبیا پلو، اینا یه چیز دیگه میگن. بگذاریم، برم بگم من نه به شرطی میام که این اسقر برنجی ببازه، درویش ببازه، کرامت زرنگ ببازه، من برنده بشم. ولی اگه من اومدم من باختم، یکی هم بود منجذب، خیلی پیر بود به نسبت همه دیگران، یه بدن خیلی زشتی داشت، کله گنده‌ای داشت بیچاره، ولی این وقتی باهاش کشتی میگرفتی اگه دستتو میگرفت، تو شیراز رسم بود میگفتن اولا به خرچنگ میگفتن کلنجار، بعد من یادم آسیاب شیخ و آسیاب ستایی اینا که میرفتیم کنار آب، این خرچنگ های بیچاره بودن، با سنگ میزدیم میکشتیمشون، میگفتن اگه اینا بگیره دست و پاتونه باید 7 شبانه روز ساز و نقاره بزنن تا این ولت کنه، در صورت که اینجوری میگیریش میشکنه اصلا. و این منجذب، من اون موقع چون باورم این بود که اگر کلنجار یا خرچنگ ما رو بگیره 7 شبانه روز با ساز و نقاره بزنن، من 2-3 بار مسابقه کشتی با این بودم تو سالن نادر جدید و دیدم آقا این عجب کوفتیه، دستتو که میگیره، خب تو کشتی شما یاد باشه یکی دستتو گرفت دست اینجوری به چرخونی از اینجایی که بازه میاد بیرون، حالا یا از زیر میچرخونی یا از بالا میچرخونی، آقا اصلا این حرفا نبود، این دستتو که میگرفت انگار که بریک زده بودن به دستت، اگه بعدم به یک جوری دستو در می آوردی تا مدت ها روش سرخ بود، من نمیدونم یه دوایی زده بود به دستش چی بود، خلاصه یاد همشون به خیر. و اما رأی دادن و رأی ندادن، فکر نکنید فقط شما ایرانی ها هستید که احساساتی میشید میگید رأی ندین، پس از اونم احساساتی میشین میای میگین رأی من کجاست. فکر نکنید فقط شما ایرانی ها هستین که به اشتباه میگی آیا میدانستید که سازمان ملل گفته اگر نیمی از مردم رأی ندهند اون رأی باطله. آقا سازمان ملل قدرت اجرایی نداره، تازه تو چند تا کشورم که گفتن ما میایم اونجا نظاره میکنیم یا نظار چی میگن به اصطلاح نظارتگر هستیم، اونجا خب گفتن تقلب شده، کاری نمیکنن. سازمان به اصطلاح نیروهوایی میگن، اگه سازمان ملل قدرت اجرایی داشت این همه قطعنامه که درباره اسرائیل، درباره ایران، درباره آمریکا، درباره کشورهای دیگه صادر کرده بود، این قطعنامه ها به یه جایی میرسید. شکم منم همچین سر صدا میکنه چون چای خوردم. درسته میگن چای باعث نفق میشه، یعنی باد شکم، من یه پسر داداش دارم آقا آریا، ایشون خوب وقتی جوان بود الان ماشاءالله مردی شده، میپرسید مگه هوا سبکتر از غذا و مایعات و اینا نیست؟ میگفتیم چرا؟ میگفت خب پس چرا تو معده ما هوا نمیاد بالا؟ راست میگه آقا، بله درسته دریچه داره، دریچه ها بسته میشه، ولی چرا نمیاد بالا؟ چجوری راه رو میگیره میره پایین؟ گفتیم دیگه حالا اونو شما برای یکم طبیعی بخون یاد میگیری که چجوری بین
اون خوراکا، فعل انفعالات که انجام میگیره و اینها اینجوری میشه. و اما یه داستان خیلی خوبی من شنیدم از یکی از دوستانی که برنامه گذاشته بود، من اینو برای شما میگم. حتما یه فیلمی هم دیدین که یه خانم چاینیز، ما به همه اینا میگیم چاینیز، ژاپنی، کره‌ای، ویتنامی، کامبوجی، همه رو میگیم چاینیز. یک خانم آسیایی، شوهرش میمیره، بعد میاد توی مراسم یادبود شوهرش تعریف میکنه که من به اصطلاح تو رو میس میکنم، تو رو میس میکنم، یعنی دلم تنگ میشه برات و حتی برای اخلاق بدت، حرکات بدت، خورخور کردنت، صداهای ناهنجار از سوراخهای مختلفت هر جا. و این فیلم خیلی قشنگ بود، البته یه فیلمی بود پروداکشن عالی با چند تا ویدیو و اینها ساختن اون موقعی که هنوز این درونا نبود که بره هوا فیلم بگیره، از بالا فیلم گرفته بودن اینها بمانه. ولی این خانم معصومه، مادر رضا زرابی، اینم بنده خدا دیگه از تنهایی نشسته، بارها بهتون گفتم هویدا گفت به امید روزی که هر ایرانی یه پیکان داشته باشه و من گفتم امید اون برآورده نشد، ولی من امیدوارم به امید روزی که هر ایرانی یه برنامه تلویزیونی داشته باشه و این مثل که زودتر داره به اصطلاح به عمل میپیونده و هر کسی یه برنامه میذاره، حالا مثل ما یا 7 تا نگاه میکنن یا 2 تا نگاه میکنن یا 2000 تا نگاه میکنن یا مثل تلویزیون داور فکر میکرد 40 میلیون نگاهش میکنن بمانه. این خانم معصومه مهاجر، اگه اسمشون رو درست بگم، توی برنامه داشت تعریف میکرد که قدر همدیگر رو بدونید و مثلا این آقایون، خانمها، همسرایی که مثلا شوهره خورخور میکنه، زنه خورخور میکنه و اینها، داستان تعریف میکرد که یک آقایی همسرش خورخور میکنه و این به هر چی بهش میگفته تو خورخور میکنی اون باور نمیکنه. الان تو آمریکا دیروز داشت میگفت خیلی از زن مردا تو اتاقای مختلف میخوابن و با هم قرار میذارن هفته یه شب، هفته دو شب همدیگر رو میبینن، شام میخورن، به قول معروف گوجی گوجی میکنن هر چی، ولی به خاطر نخوابیدن و اینها چی میکنن، بزرگترین یا بدترین عاملش رو هم تلویزیون میدونست. تلویزیون توی اتاق خواب باعث میشه هم چشم شما آسیب ببینه، هم مغزتون استراحت نکنه، حتی بعد از اینکه تلویزیون رو خاموش کردین اینا تو مغزتون داره میچرخه. ولی خانم مهاجر اینو تعریف میکرد که این آقا هرچی به خانمش میگه بابا تو خورخور میکنی اینا، میگه برو بابا خودتم خورخور میکنی، میگه خب حالا باید یه کاری بکنیم و فلان اینا چه کار کنیم. آقای تصمیم میگیره بره یه دونه دستگاه ضبط صوت دیجیتال بخره، با این دستگاه دیجیتال شما میتونید 20 ساعت هم ضبط کنید، مثل اون وقتا نیست 60 دقیقه یا 90 دقیقه، و صدای همسرش رو ضبط کنه. من منتظر بودم که خانم مهاجر بعد بگه که صبح که گذاشتن دیدن مثلا هر دوشون خورخور میکنن و یه وقت این یه وقت اون یه وقت دوتا با هم، ولی داستانه از این جالبتر بود. میگه شب تا صبح خانم خورخور کرد و مرد صبح بلند شد، دستگاه ضبط رو خاموش کرد، رو کرد به همسرش که حالا بلند شو بیا نوار رو گوش کن. دید همسرش اصلا تکون نمیخوره، نفس نمیکشه، هر چی صدای زد دید بیدار نمیشه. همسر فوت شده بود، فوت کرده بود، فوت که نمیکنه خود آدم، فوت میشه، فوت شده بود در خواب. خلاصه مراسم خاکسپاری و اینا، یه دور زن فامیلا میان خونه و شلوغ اینا، بعد که همه رفتن این آمد بخوابه و هر کاری میکرد خوابش نمیبرد. حالا دیگه نه همسری بود که خورخور کنه نه چیزی، ولی خوابش نمیبرد. آخر به این فکر افتاد که بره ضبط صوت رو بیاره، شب آخری که اون زنده بوده خورخور کرده، بذاره بغل گوشش یا بذاره رو تخت به عنوان همسرش، اون خورخور کنه این بخوابه. یعنی ببینید دوستان، یه چیزایی که امروز ممکنه من و شما به عنوان به اصطلاح عیب بهش نگاه کنیم، در نوع خودش ممکنه یه حسنی باشه. حالا دیگه امیدوارم به اصطلاح سال نوی مهربون تر بشین و دستگاه ضبط صوت نخرید را بندازی. خب آقای ارچیش شیخی نوشته: آقای صوربی، من از فلسفه وجودی و آوردگاه تاریخی چهارشنبه سوری آگاه نیستم و به طب نمیتوانم نظری بدهم، اما از آثار
تخریبی و شکل اجرایی خسران آور آن اعلام انزجار می کنم که یک مورد آشوبگرانه و آزار اذیت و به خطر افتادن سلامت مردم عام را توسط 500-600 نفر نوجوان و جوان بدحال و بدروان را در اول دهه 80 متاسفانه در شهر شیراز، شهر تاریخی و زیبای شما، به چشم خود نظارگر بودند و چقدر دلگیر و عذاب‌آور بود. مردم را لته‌پار کردند، اموال عمومی منهدم و اموال بعضی مغازه‌داران به سرقت رفت و عجیب آن که تلویزیون‌های اونور اقیانوس این ناهنجاری را به عنوان اعتراضات مدنی مردم رپورت می‌کردند. آی گفتی دیروز که پنجشنبه بود یه سری دوستانی داریم این برنامه مجاهدین که شروع میشه هی میزنن، شو اصلا کارشونه بزنن یه نفر اینجا یه نفر اونجا دعوت کنن. ما رفتیم دوباره طبق معمول این تلویزیون آزادی که همه چی شما توش میبینی به غیر از آزادی داشت حرف میزد و طرف میگفت شما نمیدونی مردم به مبارزه با حکومت آمدن بیرون. واقعا خجالت آور. امیدوارم علی این فیلم رو نگاه کنه. بعد قرار شده از آقای فیلابی هم دعوت کنه. آقای فیلابی دوست عزیز این دور و بران نمیاد، چون آقای فیلابی منو میشناسه که من نه از کسی ترس دارم نه از کسی خوف و واهمه دارم و هیچ چیزی باعث نمیشه نمیتونه که من رو مجبور کنه دروغ بگم. من حرف حق رو میزنم، حقیقت رو به نظر خودم اون چیزیه که میبینم. شما هم اگه واقعیت و حقیقت رو میدونی بیا حرفت رو بزن. و این کجای دنیاست که من و شما تو آمریکا شما به من زنگ بزنی بگی آقا با آقای براهویی صحبت نکن، با آقای نمیدونم موثقی صحبت نکن. میگم خب تو که داری تو آمریکا این کارو میکنی به من بیشتر ثابت میکنی که مجاهدین تو آلبانی به نفرات خودشون میگن محفل نزنید، دو نفر با هم صحبت نکنید، سانسور هست، فرقه هست. شماها اشتباه کردید، اشتباه رفتید. آقا هر کسی جدا میشد باید یک جشنی براش راه مینداختین. اصلا اون قسمت آخر، حالا اگه پاسدارخونه دارید تو پادگانتون، اون قسمت آخر رو میکردید اتاق مهمونی. هر کی میخواست بره به هر دلیلی، پیر شده، ناامید شده، مادرش مرده، الان احساس غریبی میکنه که مادرش رو ندیده، مرده، احساس شرمندگی میکنه، گناه میکنه، میخواد بره. براش یه جشنم بگیرید، یه دونه از این جامای چیزم بهش بدید، ازش تقدیر کنید. این بیچاره ها که همشون مریضن، یه دونه عصام براش بخرید، یه دونه کلاه هم بخرید که تو آفتاب که میره بره دنبال کارش. اینقدر بهش گیر ندین، اونها رو زخمی نکنید. میگن آقا مار شما اگه اومد توی باغچه اگه زخمیش میکنی باید بزنی بکشیش و الا بر میگرده. شما اینا رو زخمی کردی، ولشون کردی، میای بهشون حقوق میدی ولی میگی مزدورن که جدا شدن. خب کی داره حقوق میده به مزدور؟ تو داری حقوق میدی. میای آقای سانی خانی رو میگی برگشته به مجاهدین، گفته نمیدونم سوربی تو آمریکا و آقای فلانی، اصلا اسمایی که نشون من نمیشناختم، حالا گیرم که من میشناسم. آقای علی آقا، آقای فیلابی، من و این اسامی که نوشتی دست به یکی کردیم، آقای سانی خانی، این بیچاره روزی هم که من باش مصاحبه کردم اگه نگاه کنید دیدید به مردم گفتم این میخواد ازدواج کنه، تنهاست، استیبل نیست. استیبل نبودن یعنی پایدار نیست، نمیتونه، مثل یه درخته که باد این ور اون ور میبرتش. آخر حالا این باده دوباره بردش مجاهدین. خب شمایی که دیروز به این گفتین خائن، مزدور، حالا امروز میاد داخل شما، وقت اون میگه همه مزدورن، دوباره فردا اگه اومد بیرون چی؟ حالا چی شده؟ گویا این از آلبانی در رفته سر خود، رفته بره توی قریشیا چی میگه اینا، اسم هم با انگلیسی و فارسی که میگه فرم کنه، گرفتنش برگردوندنش لابد از خجالت روش نیومده بره پهلو اون بچه ها که این همه بهش لطف کردن، دوباره اومده اونجا گفته آقا اینا مفت میخورن مفت میگردن. بعدم یه سری چی نوشتین، اصلا این نوشته های شما نخنمان، این نوشته های شما اون وقتا استنسیل یادتونه، این پولیکوپی هایی که اینجوری میچرخونه. ما چقدر خوشحال شدیم وقتی آقای فرهمند تو
هنرستان گفت پولکوپی برقی آوردیم، میزدن تو برق تلق تلق تلق، ولی کاغذ استنسیل، شما یه کاغذ استنسیل گذاشتی هر کی میره بیرون اینو میذاری امضاشو میندازی زیرش، همین میذاری خب این نمیشه. آقای فیلابی شما نمیتونی بگی همه دنیا مزدورن، فقط شما و همسرت به خاطری که دوتا داداش همسرت اعدام کردن شما وطن پرستی. چه وطن پرستی؟ چه کار کردی شما؟ بله هر وقت من باهات صحبت میکنم اشک تو چشات جمع میشه، گریه میکنی. گریه کردن که کاری درمون نمیکنه. اگه گریه کردن کاری درمون میکرد مادر بزرگ من این همه گریه کرده بود الان دنیا بهش شده بود. شما با وای میسادی گروه های چریکی را مینداختی. همین ترق بازی که این مجاهدین احمق میاد با افتخار میگه که اینقدر زدن و فلان و بیسار، پشت سر زن حامله میزنن، پشت سر مغازه میزنن، پشت سر فامیلاشون که باشون بدن میزنن. خب کجا شما خوندی چهار تا نمیدونم عمامه آخوند با ترق رفته باشه بالا؟ بابا خجالت بکشید، بیاین خودتون به هم دیگه بگین من جز به خودتون بودم، من جز به همین خود پهلوی و اینا بودم. بهشون گفتم آقا این رای که شما میرید درست نیست، شما این همه پول رو برداشتی اینجا یه کمکی بکن، من که دارم کار میکنم، ولی اونایی که موندن، اینایی که به پدرت کمک کردن، یه کمک کن اینا رو بیار اینجا برای خودت نیرو تشکیل بده. چه کار کرد؟ رفت چهار تا اسپانیش رو استخدام کرد با دوتا سگ. برید نگاه کنید این آقای علی لیمونادی یه برنامه داره با اون تیمسار آذر نمیدونم چی مسابقه کرده، میگه شاه گفت من میرم کسالت دارم، ولی یه هواپیما 9 کانتینر پر کرد، 9 کانتینر. آخه کدام یک از شما از ایران که رفتید بیرون برید درمان کنید و بیان همه 9 کانتینر رو بردید، سگاتونم بردید، بعدم همسرتون همه چیزها رو برد، بگو ما جواهراتمون رو یه سریش فامیلمون دزدید، یه سریش هم یه هندی. چرا هندی؟ برای که تو میخواستی غیر قانونی معامله کنی، تو میخواستی بازار سیاه معامله کنی. 2:54 6 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای نیساری، با ایشون یه سه هفته هست صحبت نداشتیم. ایشون شدیداً درگیر اون زلزله سیسخت بود و امیدوارم که تونسته باشن ایشون و دوستانشون کمک کرده باشن و ما به اصطلاح مخصوصا بد موقعی بود این سرما و اینها و اون طرف های سیسخت و یاسوج و اینها، حتی تابستونم که میری یه جاهایی هست که یه آبایی هست که اگه میگن دستتو تو این آب 7 سنگ بتونی بیاری بیرون، هر نیتی داشته باشی برآورده میشه، برای که آبا اینقدر سرده. خب ما اینجا گفتیم تصویر این، بله خورخور همسر و ضبط صوت و مردن و اینها. و اما دوستان اگر تا امروز نشسته بودید منتظر یک برنامه کارساز آقای رضا پهلوی که گفت شاه نمیشه میخواد رئیس جمهور بشه، یا اونم نشنیدم من، آقای تبرزدی این چی میگم در نایاب گفته که در تلویزیون سلمان اینترنشنال، چه قشنگ اسماعیل میذارن این تلویزیون ایران اینترنشنال رو گذاشتن سلمان اینترنشنال، چون مال عربستانه، به بودجه عربستان ران میشه، و ایشون گفته 12 فروردین مردم بیان بیرون و بگن نه به جمهوری اسلامی. ببینید یه نفر چقدر از جامعه باید دور باشه، چقدر احمق باشه که ندونه روز 12 فروردین مردم حتی با این کرونا هم تو فکر خرید مرغ و گوشت و جوجه کباب و نمیدونم عدس پلو و ببر تو باغ نو و این چیزا هستن. آخه آقای تبرزدی شما که من یه بار بهت گفتم بیا صحبت کنیم در رفتی، چون میدونی میری جایی که فقط بهت بدن بذاری حرف بزنی. خب حرف بزنی که فایده نداره، من میام میگم این حرفی که شما زدی اینجاشو میخوای چجوری عمل کنی، چون تو خفت گیرت میارم نمیای، ولی میری اینور اونور. احتمالا این تلویزیون اینترنشنال هم سلمان اینترنشنال یه 800 دلاری میده که برای شماها پول زیادیه تو ایران. اینم از این ماجرا. و اما آقای بهزاد معصومی، من
تو برنامه‌ای که با خودتون هستم میگم که کجا زندگی میکنید، چون شما کشورهای مختلفی رفتین ولی مطمئن نبودم. در هر صورت دوستان، جوجه کبابای 12 فروردین رو بذارید توی موادش، چی میگن اینجا، میگن مرینیت بشه، جا بیفته، برید و در خیابونا بگید نه به جمهوری اسلامی. از آقای تبرزدی مهمتر، همسر خانم این، اینم خیلی بده ها، ابی، حالا همسر ابی، اونم گفته نه به جمهوری اسلامی، آقای ابی هم گفته نه به جمهوری اسلامی و الی آخر. یه چیزی جالبی که من دیدم، من با چند تا بانک کار میکنم، یکی از این بانک ها کپیتال وانه. من یه سرویس رو تو اروپا دیده بودم که شما رو کردیت کارت به اصطلاح اون شماره ای رو که داری اونو نمیدن به، مثلا من میخوام یه جنسی بخرم از مغازه آقای اکبری، وقتی میفرسم اون شماره رو عوض میکنه و خود اونا میدونن، بهش میگن ویرچوال، میدونن این شماره به این شماره ربطه و میدونید که اونایی که ریاضی خوندن مثلا 16 رقم شماره بی نهایت که نه، یه عددی میتونن نزدیک به بی نهایت شماره های مختلف ازش درست کنن. اینو من دیروز تازه تو آمریکا دیدم، برام فرستاده، نوشته بود که سوربی اگه میخوای کپیتال وان، نمیدونم بانک آف امریکا و نمیدونم جاهای دیگه هم این کار میکنه یا نه، اگه میخوای میتونی از امروز این سرویس رو داشته باشی و من بلافاصله اون رو گرفتم. شما هم حتما بگیری. 2:58 دقیقه، این رو هم اینجا بنویسم، ویرچوال کارت رو هم خط بزنم و صفحه ما خط خطیه دیگه، چی همه اینا ببینید، باید یادداشت کنید، باید بهش میگن هدلاین یا سرتیتر بنویسید. چقدرم به موقع تموم شد. پس نتیجه این که من 15 دقیقه‌ای که زودتر شروع کردم به درد خورد و تونستم چند تا از این موضوعات رو بگم. خیلی عکس دارم، خیلی چیزایی نوشته شده دیگه دارم که میخوام دربارش باهاتون صحبت کنم. شاید یه برنامه فوق‌العاده برای سال نو بذاریم اگر دوستان حمایت کنن. ما واقعا دیگه خسته شدیم از بس گفتیم حمایت، و همون چند نفری هم که حمایت میکردن متاسفانه به هر دلیلی ببینیم که حمایتاشون کم شده. اجازه بدید بریم سراغ آقای نیساری و ببینیم که ایشون برای ما امروز صحبت چی دارن، و اگر کلنجار میگرفتید باید خر دجال کلنجار. پس یادم بود، درست گفتم. آقای صبح، شهرام همایون از حرفای آقا رضا ناراحت بود. خب حالا میخواد چیکار کنه؟ ناراحت. خب آقای نیساری، ویدیو تو ندارم عزیز من، این تلفنه. I will call you later on. I'm on show now. Okay. بله. آقای نیساری هم آمد. آقا یکی به یکی بگیم مثل رخش، بهش توهین کردیم، یعنی مثل اسب میشه، مثل اسب رستم، یا واقعا کلمه خوبیه. حالا صدا تو ندارم. آها شد، درست شد، درست شد. نه دستش نزد. خب یکم صحبت کنین. صدای من رو دارید؟ بله، گوشی خدمتتون باشه، من تصویرتون رو بدم به سیستم ما اینجا، چون مثل که از یه چیز جدید دارین تماس میگیرین، تصویرتون افقی نیست، عمودی شده، ولی هیچ اشکالی نداره. اگه میتونین بچرخونینش، اگه نه بذارید ببینیم. به به، این شد. آقای نیساری، شما که مهندسی، مگه دو تا چشم ما هوریزنتال توی خط نیست؟ خب این رو شما بایستی به اینستاگرام بگید. ای خدا لعنت کنه اینستاگرامو که به قول معروف این تخم لق رو اینستاگرام شکن. بله. و من حتی برنامه شما رو هم دیدم، و اینستاگرام وقتی هم یه مهمون میاری میبینم دوتا مهمون رو دو طبقه رو سر هم نشون میده. در هر صورت کار بسیار اشتباهیه، ولی خوشحالم که شما کاملا متوجه میشید من چی میگم. بعدم حتما دیدید هر جا برنامه رو میذاریم به اصطلاح اونا رو هم چیز میکنه، اونا رو هم دوتا بغلش رو سیاه نشون میده. خب من به دوستان هم گفتم که ما یکی دو هفته بود با شما نبودیم، دلیلش اون ماجرای سی سخت و اینها بوده.
خوشحالم که امروز با ما هستید. این آخرین برنامه این قرن هست و خیلی خوشحالم که شما و آقای امیر حسین لادن در قسمت بعدی حسن ختام برنامه های امسال باشید. من پیشاپیش برای شما سالی خوب آرزو میکنم. امیدوارم در سال 1400 این به اصطلاح خطرات و نمیدونم اینها کم بشه. از همه مهمتر خبرهای شادی و سلامتی مردم بیشتر و بیشتر باشه. آقای نیساری، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، با شما هستیم. با درود بر شما و وقتی که به من دادید، با درود بر هم میهنانی کسانی که مهمان شما هستند الان، کسانی که در ایران میبینند و یا بعدا خواهند دید، و با درود بر استادانی که به من درس زندگی و انسانیت آموختند، و به ویژه با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست روی آنها را به گرمی به ویژه در حال کنون از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم، از ایر قشقایی در خدمت مردم ایران. بسیار سپاسگزارم دوباره از اینکه این وقت رو به من دادید و سال بسیار نیکویی رو برای هموطنانم آرزومندم. امیدوار هستم، آرزومند هستم از صمیم قلب که سال آینده سالی باشه پر از نشاط، سالی باشد بدور از به اصطلاح تنگدستی ها، بدور از نگرانی ها، بدور از فشارهای زندگی، و امیدوارم که اونها هم هر چه زودتر بتونن به جمع به اصطلاح ملت های جهانی بپیوندن که در آسایش و آرامش بتونن زندگی کنند، و این آرزو رو نه تنها برای مردم خود بلکه برای مردم دیگر سرزمین ها هم آرزومندم. زنده و پیروز. امروز همون جور که گفتید، در دو هفته گذشته بسیار درگیر مسئله سیسخت بودیم. هموطنان گرامی، بایستی به یاد داشته باشیم که کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. در حقیقت در صد و اندی سال گذشته ثابت شده در تاریخ که رهبرانی که به اصطلاح اجنبی بر سر کار بر ایران گذارده، به هیچ وجه حاضر به ایجاد بهبودی زندگی برای مردم ایران نیستند. کما اینکه هنوز فرزندان ما در بلوچستان، در سیستان و در اقصی نقاط ایران در کنار چاه‌های نفت، در کنار معادن به اصطلاح طلا و به اصطلاح معادن دیگر پاپتی زندگی می‌کنند و هنوز دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. بنابراین از ما هست که بایستی خودمون شروع کنیم و با خودگردانی خودمدیریتی بتونیم به اصطلاح این چرخی رو که اینها کند کردن از کار انداختن به نوعی به دست بگیریم و بتونیم نظام کشور رو آهسته آهسته تحت به اصطلاح کنترل خودمون در بیاریم، چون این رژیم هم مانند رژیم گذشته از پادر رو خواهد افتاد. حالا البته بدون حرکت ما هیچ تکونم نخواهد خورد و باید حرکت کنیم که این رژیم را از کار بندازیم، اما در کناری که حرکت میکنیم و این رژیم را از کار میندازیم، نبایستی اینجور باشه که فرزندان گرسنه ایران و بی سر و پناه، به ویژه کسانی که تحت به اصطلاح حادثه هایی مثل زلزله و غیره واقع شدن، بی سر پناه و در زیر سرما زندگی کنن و سخت جان بدن. بنابراین ما حرکتی رو آغاز کردیم خودجوش، این حرکت رو با کمک اقوام لور و قشقایی در جنوب ایران شروع کردیم. پایه‌گذار این البته کسانی هستند که نزدیکترین به سیسخت هستند. اینها با جمع آوردن و دور هم آوردن کسانی که در ایران در بین مردم نامی هستند، اینها به اصطلاح پهلوانان ایران هستند، اینها مدال آوران آسیا و المپیک جهانی و به اصطلاح در داخل ایران هم برای خودشون رسم و نشانی دارند، از انسانیت و مروت چیزی سرشون میشه، و اینها رو به اصطلاح دور هم جمع شدن و با استفاده از باشگاهایی که در درون ایران هست، با استفاده از نیرویی که در بین مردم دارن، شروع کردن خودجوش به کمک مردم شتافتند و در حال حاضر در حال به اصطلاح جمع‌آوری کمک مالی، رساندن آذوقه و تا اونجایی که میتونن به اصطلاح به خواهران و برادران، پدران و مادران و فرزندانی که درگیر این زلزله سیسخت شدن برسن. و در هفته گذشته ما بسیار درگیر این مسئله بودیم. البته ما پشتیبان هستیم مطابق هر نیروی دیگر ایرانی. ما همواره این رو گفتیم که جنبش ایران بانان جزئی از مردم هست،
و بنابراین ما در یک همچین حالتهایی نمیتونیم فقط بشینیم و صحبت کنیم. و پیشنهاد من این هست و خواست من از مردم مابقی به اصطلاح ایران این هست که بجنبید، به کمک اینها برسید و فراموش نکنید که همون جور که من قبلا گفتم، در زمان شاه هم وقتی زلزله می اومد، کیسه های برنجی رو که به اصطلاح حتی کشورهای خارجی فرستاده بودند برای کمک به مناطق زلزله زده، مثلا خراسان، در شهر شیراز اون رو بقال سر کوچه داشت می فروخت. امروز هم همین طور هست، کسانی که در زلزله بم بودند، سالها پیش هنوز درگیر این مسئله بودند، هنوز در حلبی آبادها، در کانکس آبادها زندگی می کنند، آب آشامیدنی ندارند، امکانات ندارند. خلاصه اگر که ما دست به کار نشیم، نه این رژیم بلکه هر رژیم دیگری که مشابه رژیم پالانی و رژیم اجنبی جمهوری اسلامی سر کار بیاد، هرگز به درد ما مردم ایران نخواهد رسید، هرگز به فکر ما مردم ایران نخواهد بود. و بنابراین ما خودمون بایستی پشتیبانی کنیم از هم دیگر و شروع کنیم به دست گرفتن نظام مملکت، شروع کنیم به اینی که در مقابل به اصطلاح سیستمی که اونها به کار انداختن و در درون این سیستم فقط به چاپ هست. مثال میزنم، در زمان رضا قلدر بزدل، به اصطلاح پس از این که مشروطه رو سرکوب کرد، پس از این که مجلسای مردمی رو سرکوب کرد، باز هم به این نتیجه رسید بر اساس دستور اجنبی که بایستی به اصطلاح مجلسی باشه که وقتی قوانینی میگذره در درون ایران و ایشون به اصطلاح چشم بسته به نفع اجنبی اونها رو امضا میندازه، بایستی امضای یک کسانی به اصطلاح نماینده مردم هم در زیرش باشه که پس فردا مردم ایران نتونن طلبکار بشن و بگن که آقا یک اجنبی، یک دیکتاتور، یک سرکوبگر که نماینده اجنبی بود آمد و این قراردادها رو امضا کرد و ما میخوایم اونها رو ملغا کنیم. بنابراین نیاز به این انتخابات، نیاز به مجلس، مجلسی که به اصطلاح آچار دست یا به اصطلاح احرام دست و پتک دست این حکومت صفاک هست و اینها نماینده خودشون رو برگزار خواهند کرد، انتخاب خواهند کرد و به مجلس خواهند آورد که در حقیقت زیر خفتنامه ها و قراردادهایی رو که به ضرر مردم ایران هست امضا بندازن. آخرین چیزی که در نظر اینها هست، آخرین چیزی که اینها بهش فکر میکنن این هست که مردم ایران نیازمند به کمک و نیازمند به ایجاد آسایش و رفاه هستن. بنابراین در کنار یک همچین سیستمی که بایستی از کار بندازیمش، خودمون هم بایستی آماده کنیم سیستمی رو که بتونه در براندازی این جایگزین این بشه. و این مسئله بسیار مهم است. این مسئله بسیار مهم هست که نه به جمهوری اسلامی کافی نیست. اگر یادمون باشه در 1357 در حقیقت با دزدیدن انقلاب مردمی اومدن گفتن جمهوری اسلامی آری یا نه. هر کسی که امروز فقط میاد میگه که نه به جمهوری اسلامی، در حقیقت تکرار کننده و آینه برگرداندن همان نظام گذشته جمهوری اسلامی آری یا نه هست. نه به جمهوری اسلامی بایستی ادامه پیدا بکنه به این که پس به جایش چه؟ اگر ما میخوایم اون بره، چه چیز رو میخوایم که بیاریم؟ بنابراین کسانی که صرفاً صحبت از براندازی میکنن، کسانی که صرفاً صحبت میکنن که آقا اگر اینها رو بیرون کردیم کافی هست و خودمون به داده خودمون میرسیم و در حال حاضر حاضر نیستند به هر صورتی اون به اصطلاح امکانات مردمی رو ایجاد بکنند، در حقیقت در تلاش و در صبر این هستن که وایسن از دوباره این رژیم بره، اونها بیان جایگزین بشن، از دوباره به اصطلاح تفنگ و سرنیزه رو اونها دست بگیرن و این بار اونها در مقابل مردم ایران بیستن. و در حال حاضر به نظر من دو خطر بسیار عمده در مقابل ما مردم نهفته که اونها رو به اونها میرسم. اما قبل از اینی که از مسئله سیسخت بگذرم، یادآوری میکنم که زلزله سیسخت، مردمی که در اونجا به اصطلاح خانه و کاشانشون رو از دست دادن، نیاز مبرم به کمک شما دارن. اینجور که برآمده تعدادی از به اصطلاح خیرینی که در اون منطقه زندگی می کنن، حتی با جمع‌آوری مالی و کمک های به اصطلاح هر نوعی که بتونن کمک جمع کردن، در صدد تأسیس خانه هایی هستن که بتونه در مقابل زلزله هم مقاومت کنه. شما حساب کنید که با وجود این همه مهندس، با وجود این همه به اصطلاح ویلاهای مجللی که در تهران جای دیگه ساختن،
هنوز که هنوز است مردم فقیر ما در زیر آوارها بایستی از بین برن، به خاطر اینکه اینها حکومت فعلی به نفع فقط خودش کار میکنه. این هست که این همیت ملی، این همایش ملی رو باید نگذاریم خاموش بشه، باید ازش پشتیبانی کنیم، باید کمک کنیم که این سیستم به اصطلاح خانه های ضد زلزله بر سر پاش بیاد و وایسه و ایجاد بشه. ما مسائلش رو در ایران داریم، امکاناتش رو در ایران داریم. فراموش نکنید که یکی از ثروت های مهم یک ملت، یکی از بزرگترین ثروت های به اصطلاح موجود در یک مملکت، معادن نیست بلکه نیروی جوانان هست و رژیم در تلاش هست که با نگاهداری 9 تا 10 میلیون جوان که بیکار در خانه ها نشسته اینها رو هم از بین ببره. بنابراین اون 9 میلیون، اون 10 میلیون نیروی کار بایستی به طریقی، من میدونم که خب البته صحبت این خواهد بود که آقا اگر ما رفتیم نون و اینها رو از کجا به اصطلاح تهیه کنیم. این همایشی که ایجاد شده، این همایشی که در راه است، در حقیقت کارش پوشش این مسائل هم هست. یعنی نه تنها میخواد ساختمانهای به اصطلاح ضد زلزله رو به تصویب برسونه و انجام بده، بلکه هر نیرویی که اومد کمک کنه از لحاظ خوراک، از لحاظ به اصطلاح آسایش، از لحاظ امکانات محلی، همه اونجا در صدد کمک هستند. و من از تمام اقوام غیور، چه در جنوب، چه در شمال، چه در شرق و چه در غرب ایران، میخوام که به اینها بپیوندند و تا حد توانایی خودشون تا اونجایی که میتونن کمک کنند و از این مهم به اصطلاح کم از خودشون مایه نگذارن. این مسئله سیصد بود. در رابطه با صحبتی که امروز هست، بیشتر در رابطه با تحریم انتخابات هست. ببینید همون جور که قبلا گفتم، ببخشید آقای نیساری، عذر میخوام از شما، من روی صفحه فیسبوک شما نگاه کردم که ببینم اگر لینکی یا چیزی در رابطه با این کمک و اینها هست، پیدا نکردم. تشکر میکنم که شما برنامه کانون آوارم با دوستان شیر کردید، ولی اگه دوستی بخواد کمک کنه باید چیکار کنه؟ باید با شما تماس بگیره یا؟ خیلی ممنون، لطف کردید، خیلی خوشحالم از این سوالی که کردید. ببینید تمام کسانی که دارن مشغول به این کار هستن از خود ایران و در درون ایران هستن. بنابراین این صحبتی این که آقا شما کنار نشستی میگی لنگش کن و این که ما نمیتونیم به شما کمک بکنیم و این مایه کجا میره، از این حسابا نیست. حساب در ایران باز شده، حساب هیچ ربطی به هیچ شخص حکومتی ندارد، حساب در داخل ایران در پایین همون به اصطلاح اعلامیه‌ای که ما به دفاع ازش برخواستیم در حقیقت اونجا گذاشته شده. اشخاصی که اینها رو راه انداختن همونجوری که گفتم مدال‌آوران و افتخار آفرینان سرزمین ما هستند و از خودشون مایه گذاشتن در به اصطلاح گذشته. فراموش نکنیم که اکثر قهرمانان ما در ایران با جیب خودشون، حتی بعضی وقتا بلیت به اصطلاح شرکت در مسابقات رو میخرن، با جیب خودشون آسایش و تمرین و به اصطلاح آموزش خودشون رو انجام میدن، برعکس کشورهای اینها کسانی نیستن که پول مردم رو به جیب بزنن و ما از اینها پشتیبانی میکنیم. شماره حساب زیر اون اعلامیه هست، من این اعلامیه را حتما برای شما میفرستم و بسیار خوشحال خواهیم شد اگر شما این رو هم در تلویزیون مردم پخش کنید و مردم بتونن ببینن از کجا میتونن، به چه ترتیبی میتونن کمک کنن. حساب در ایران هست، شماره حساب هست، حتی اگر بتونن در خارج، اگر بتونن 1 دلار 2 دلار هر کسی در حد توانایی خودش، در داخل ایران اگر نمیتونن پول بدن میتونن نیروی کار بدن. بایستی همت گماشت، بایستی نشان داد که ما مردم ایران هم همانند مردمی که در کشورهای مترقی زندگی میکنند برای انسانیت و برای کرامت انسانی ارزش قائل هستیم و برای زندگی و زنده بودن ارزش قائل هستیم و برعکس این جمهوری اسلامی و اسلام پناهان چپ و راستش، ما برای انسان و آسایش رفاه اون ارزش قائل. بسیار ممنونم. اگه کسی به شما بگه که من چرا کمک کنم، این وظیفه دولته، معمولا من میگم شما نگاه کنید توی آمریکا و اروپا و کشورهای دیگه هم مردم میان زودتر از، یعنی شما وقتی خونت آتیش میگیره همسایه ها زودتر با شلنگ آب میان تا اون فایر دیپارتمنت و اینا. شما جوابتون چیه به اونایی که میگن وظیفه دولته، مخصوصا دولتی که ما میبینیم 42 سال هیچ کاری برای مردم انجام نمیده؟ باید به اونا چی گفت؟ اینا به این وسیله میخوان فقط از زیر مسئولیت در برن یا واقعا جوابی دارید برای اونها که میگن به ما چه مربوط، وظیفه دولته و
پول نفته، نمیدونم اونها خونه ضد زلزله بسازن، اونها کمک کنن و به این وسیله فعلا مردم اونجا سرما توی اون چادرهایی که گفتین و کانکس هایی که گفتین و اینها وضعشون رو نشون میدن. خیلی واقعا دلخراش دلخراشه واقعا. ببینید شکی در این نیست که در کشورهایی که حکومتش انتخاب دست مردم هست، نه انتصاب یک اجنبی و گمارده شده، نه حکومت یک گماشته مثل رضا قلدر، نه حکومت یک گماشته مثل حاج محمد رضا شاه پالانی، نه حکومت یک گماشته مانند خمینی و خامنه‌ای، بلکه در مملکتی که نماینده هاش انتخاب شدند، سرمایه اون مملکت بایستی به نفع مردم مملکت خرج بشه. ولی ما میدونیم که این رژیم یک رژیم دزد هست، اسم و نامش روش هست. اسلام یعنی دزدی در روز روشن، یعنی غارت در روز روشن، یعنی تجاوز به مال و ناموس مردم در روز روشن. و بنابراین از یک همچین رژیمی هرگز نباید انتظار کمک داشت. این هست که بحث من این هست که ما اگر ما مردم ایران از خودمون همت نشون ندیم، اگر ما همایش ملی نکنیم، اگر ما نشان ندیم که آقا انسان هستیم و برای انسانیت هم ارزش قائل هستیم، نه این حکومت، هرگز هیچ حکومت دست نشانده ای به درد ما نخواهد خورد. فراموش نکنید اگر یادتون باشه آی سوربی تقریبا یکی دو سال قبل از 1357 در شیراز هم چندین بار زلزله اومد. بله زلزله لا رو داشتیم، سیل مردشت رو داشتیم، این بله. همیشه بوده. بله یک شب من یادم هست 13 مرتبه زلزله اومد یک شب. بنابراین این چیزی هست که امکان اتفاقش برای هر کدام ما هست. این هست که ما اگر بتونیم این آرایش قوای مردمی رو انجام بدیم. ببینید مردم در سیستان و بلوچستان، سوختبر، کولبر در کردستان در تنگ دستی داره زندگی میکنه و این رژیم به محض اینی که دید داره به اصطلاح قاچاق از دستش در میره و خود قاچاقچیش نمیتونه کار رو انجام بده، سریع یگانها و اسلحه و توپ و مهمات رو میفرسته. مردم سیسخت زیر زلزله، مردم طبس نزدیک 15-16 سال زیر زلزله گیر کردن و اینها هیچ اقدام مثبتی انجام ندادن. بنابراین ما مردم بایست این رو بدونیم که آقا این رژیم امتحانش رو از روز همون روز اول پس داده، 1400 سال پیش پس داده، چه رسد به 40 سال پیش. بنابراین اون کسانی که در میان میگن که آقا جون ما از ما نبایستی کاری بر بیاد و این کار دولت هست، پاسخ من به اینها این است. هموطن من، در حقیقت شما دارید میگید که اگر فردا خدای ناکرده در شهر شما هم همچین اتفاقی افتاد، پدر، مادر، فرزند، دختر، نمیدونم قوم کش های شما زیر آوار گیر کردند، دولت وظیفه‌اش است که بیاد به شما کمک بکنه و مردم همسایه و دیگر شهرها نبایستی به داد شما برسند. و یکم چیزی به نظر من بسیار اشتباه است. باید حرکت کرد و بایستی با این همایش ملی سعی کنیم نیروها رو به دور هم جمع کنیم، سعی کنیم مردم رو با هم دیگه از دوباره بیاریم نزدیک کنیم و اون پایگاه‌هایی رو که میتونه کنترل کنه سرزمین رو وقتی که این احمق‌ها رو از کار انداختیم از همین الان بایستی به دست بگیریم. هیچ چاره دیگری نیست. بفرمایید درباره رأی‌گیری مثل می‌خواید صحبت کنید. بله در رابطه با رأی‌گیری ببینید صحبت از این هست که آقا تحریم انتخابات، همون جور که قبلا گفتم در زمان آقای خاتمی نزدیک 6 میلیون به اصطلاح شناسنامه آدم‌هایی رو که مرده بودن دست اینها بود و نزدیک روی هم رفته 20 میلیون رأی اضافی پیدا شد. یعنی اصلا معلوم نبود تعداد رای دهندگان چجوری امکان داره یک دفعه 20 میلیون به رای دهندگان اضافه بشه. این هست که در ایران انتخابات یک انتخابات مهندسی شده است. حالا اگر مردم برن در داخل خیابان‌ها ازدحام کنن که رای بدن، اینها هم سریع با عکس گرفتن و ویدیو گرفتن به دنیا میگن که ببینید که آقا همه مردم اینها رو میخوان. در صورتی که ما میدونیم که حتی اگر کسی پای صندوق رای میره، اکثرا از ترس این که نکنه فردا براشون مسئله ایجاد بشه پای صندوق رای میرن. ولی نبایستی برن. به نظر من پای صندوق رای به هیچ وجه نباید زن، چون به قولی هر رایی رو که شما در صندوق میاندازید در حقیقت کفه ترازوی تنابی رو سنگین تر میکنید که اون طرفش داره یک ایرانی رو به دار میکشه. بنابراین هموطن من، زمانی که پای صندوق های رای میری، حتی اگر بخوای رای نبدی، ببینید همون جور که گفتم در 1357 اینها اعلام کردن که آقا در کل شیراز
300 نفر رأی ندادن که من فکر میکنم اونا هم دروغه، در حقیقت خیلی بیشتر بودن. اگر حتی شما برید و رأی نه رو بندازید تو، اینها میگن شما اومدید برای آری رو انداختید و با فیلم و به اصطلاح ساز و دهل ثابت میکنن به دنیا، نشان میدن در حقیقت به دنیا که آقا مردم هنوز طرفدار اینا هستن. بنابراین در انتخابات شرکت کردن بیهوده است، برای اینکه اینها رأی رو با آن که بخواهند میدهند، نه با آن که شما بخواهید. بنابراین چه فایده داره که شما برید در یک قوطی صندوقی رأی رو بندازید که کفه ترازو رو سنگین کنه، این تناب رو بکشه پایین، اون طرف یک فرزند، یک بچه بیگناه، یک خانواده رو از بادار بکشه بالا. این کار رو نبایستی کرد. این پیشنهاد من در رابطه با تحریم است. اما در رابطه با جنبشی که صحبت میکنه از نه به جمهوری اسلامی، هر کسی که بگه نه به جمهوری اسلامی بدون این که بگه پس برای چه، و این که بگه ما این رژیم رو میخوایم بندازیم، حتی بارها گفتم، حتی اگر پدر من باشه، حتی اگر مادر من باشه، برادر من باشه، خود من باشم، اگر بگم آقا در حال حاضر باید جمهوری اسلامی رو بندازیم اما به جاش نمیدونم چی بیاریم، یا اینکه نگم که چی میخوایم بیاریم، مطمئن باشید که یک کلاهی به اصطلاح کاسه زیر نیم کاسه است. بنابراین پیشنهاد من این هست که انتخابات بایستی تحریم بشه، نه به جمهوری اسلامی بایستی پشتش باشه. پس چی؟ ما یک جمهوری مردمی میخوایم، یک جمهوری میخوام که در درونش مردم خودشون انتخابات آزاد و خودشون بتونن نماینده خودشون رو انتخاب کنن. بنابراین این در رابطه با مسئله جمهوری و اینی که ما نه به جمهوری اسلامی رو به چه ترتیب بایستی بیان کنیم. در حال حاضر آی سوربی چند مسئله مهم در کنار هم به ویژه در چند هفته گذشته شروع شده به محکم شدن و شروع شده به همتافتن، و تا دیروز من اینها رو میگفتم فرهیختگان، ولی از این به بعد به نظر من بهتر هست نام اکثر اینها رو بگذاریم فربیختگان. اینها فربیخته شدن در حقیقت به جای فرهیخته، یعنی در حقیقت با یک سیاست جدید میان اعلام میکنن که بله درست هست که در زمان پالانی ها نمیدونم سرکوب بود، در زمان پالانی ها آزادی نبود، در زمان پالانی ها مردم برپا خواستند به خاطر اینی که نمیتونستن صحبتاشون رو بکنن، و بله کاملا درست هست که رژیم شاه و رژیم پالانی نبایستی میکشت. وقتی که قشنگ توضیح میدن که شما فکر میکنید ای بابا بسیار چقدر اینها جالب، حقیقت رو همون جور که بوده توضیح میدن، دست آخر 5 دقیقه آخرش این هست که اما هیچ چاره دیگری جز این نبود. در حقیقت اگر شاه این کار رو نمی کرد نمی توانست ایران رو پیش ببره، اگر فلان کار رو رضا خلدر بزدل نمی کرد نمی تونست کاری رو به ثمر برسونه. یعنی در حقیقت صحبت یکی دوتا هم نیست، یک تیم بسیار ویژه که نام اینها رو همه من در حقیقت یک به یک نوشتم و اینها رو در سال آینده برای شما لیستوار خواهم کن. اینها کسانی هستند که در عرض 40 سال گذشته برای خودشون وجهه‌ای کسب کردن، برای خودشون در بین مردم به اصطلاح اهمیتی ایجاد کردن، درست همان گونه که های سوربی اگر یادتون باشه گفتم ناقوس مرگ جمهوری اسلامی مدت هاست که به صدا در آمده و اجنبی بار دیگر فهمیده است که زمان کنترل شما جمهوری اسلامی هم همانند رژیم پیشین شما به اتمام رسیده است. دست رویش دست شما کاملا در برابر مردم ایران باز شده است و دیگر مردم فریب شما را نخواهند خورد. پس اربابی که من ارباب شما هستم، رژیم جمهوری اسلامی، زمان این هست که شما رو با رژیم دیگر سرکوب دیگری تعویض کنم، اما این بار هم بایستی با کلاه دیگری، این بار بایستی عکس اون شخص جدیدی رو که میخوام بیاریم در کره مارس، این چیز سفینه جدیدی هست که فرستادن روی کره مارس، ما این شخص جدید رو در کره مارس چاپ خواهیم کرد، پیدا خواهیم کرد و این رو به زمین خواهیم فرستاد تا مردم ایران این بار دنبال اون بدون. بنابراین ما بایستی با چشم گوش باز به ویژه همه اقوام درون ایران که تاریخچه 100 و چند ساله 200 ساله در مبارزه برای به اصطلاح نگاهداری مرزهای ایران کردن، که انقلاب مشروطه رو به نتیجه رساندن، چه اونهایشون که در خارج بودن و چه اونهایشون که در داخل ایران بودن و با همت و یک همایش ملی با دور هم جمع شدن، هم ایران رو نگه داشتن
اما در مقابل اجنبی و در مقابل به اصطلاح کلاش هایی همچون رضا قلدر و بزدل با خیانت و با قسم قرآن به اصطلاح فریب خوردند. ما این بار بایستی حواسمون 10 برابر جمع باشه در کنار مردم ایران، خودمون هم جزئی از مردم ایران هستیم، این بار نگذاریم که این کلاه سر ما بره. و من واقعا به این فربیختگان، من به این فربیختگان اعلام میکنم دست از خیانت به این ترتیب بردارید. حقیقت را بایستی همان گونه که هست گفت. اگر حقیقت رو گفتید، درستی گفتید، مردم با شما هستند. ما مردم ایران نه دیگر خر میشویم، نه خر بودیم و نه خر هستیم که دنبال کسانی مثل شما راه بیفتیم که حقیقت رو بگی بعد بر اساس اون حقیقت بخوای بیای یک دروغ و نیرنگ دیگر رو به اصطلاح سوار کنی و این بار یک پالانی دیگر، یک به اصطلاح خمینی دیگر رو به ما بندازید و برید. تنها چیزی که در حال حاضر مهم است و سنگ محک درستی و نادرستی نیروهای درون ایران هست، این هست که آقا هر کسی بیاد همون جوری که کف دستش به اصطلاح مو نداره، به همون صورت هم بدون پوشاندن چیزی به روشنی اعلام کنه که آقا ما برای مردم ایران چه میخواهیم بیاریم و چه نمیخواهیم بیاریم، این رژیم رو اگر انداختیم به جاش چه چیزی میاریم. اگر جز این باشه، اینها زیر به اصطلاح کلاهشون حتما فریب و نیرنگ دیگری هست. بسیار ممنونم از شما خانم ایرانبان. خاتون بختیاری هم اینجا هستن، به ایشون سلام میکنم، سال نو رو به ایشون و دوستان دیگه تبریک میگم. های نیساری، امیدوارم سالی بهتر از سالهای قبل در انتظار شما، خانواده شما، خانواده بزرگ همه ما ایرانی ها و تمام انسانهای جهان باشه. خیلی ممنون که با ما بودید، امیدوارم در سال آینده بیشتر شما رو داشته باشیم. من از شما سپاسگزاری میکنم و به ویژه آی سوربی، این مسئله بسیار مهم هست. در حال کنون مهم این نیست که تفاوت داریم من شما، مهم این نیست که عقیده شما با عقیده من اختلاف داره، ولی مهم این هست که در تلویزیون مردم من میتونم علی رغم اینی که ممکنه شما با حرفای من موافق نباشید، گفته هام رو بگم و از آزادی بیانم استفاده کنم. این مسئله بسیار مهم هست در درون به اصطلاح جنبش مردم ایران. و از این بابت از شما بسیار سپاسگزارم. بسیار ممنونم. من چون رشتم برق هست به تمام دوستان میگم شما اگر یه باتری دیدی که دوتا قطبش مثبت باشه و کار کنه، اون وقت ما هم اینجا میتونیم یه برنامه بذاریم که همه با هم موافق باشن. هیچ کاری انجام نمیشه، باید یکی باشه که مخالف اون یکی باشه تا از برخورد این اندیشه ها دوستان راه و چاه رو از هم تشخیص بدن. من بازم از شما ممنونم، بازم به شما تبریک میگم و خیلی ممنون که با ما بودید. و همچنین با آرزوی سال خوب برای همه بدرود، با امید دیدار. خیلی ممنون دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم. در حین برنامه من صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، حتما با ایشون مستقیما تماس بگیرید. خیلی ریسپانسیو هستن و جوابگو هستن، شما رو بی جواب نمیذارن در رابطه با به اصطلاح صحبت های شما. امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم، باز در رابطه با همین قطب های مختلف. آقای حسن ارشاد از دین بهائیت صحبت میکنه و برنامه شماره 311 خود رو فرستادن، البته برنامه 310 شون از هفته آینده میاد. خیلی ممنون. اجازه بدید بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و اون مقاله‌ای که دیروز یا پریروز نوشتم، پریروز نوشتم چون من دیروز خوندم، علم کردن یک سپاهی برای مقام ریاست جمهوری. اجازه بدید من سلام کنم به ایشون و با هم باشیم. آقای لادن خیلی ممنون که با ما هستید، مخصوصا این روز آخر سال. خوشحالم که شما حسن ختام تمام برنامه های این قرن ما باشید و امیدوارم که در سال جدید، سال 1400، شما رو بیشتر از امسال داشته باشیم. طبق معمول شما فعال هستید، هم در برنامه های مختلف شرکت میکنید، در تلویزیون های مختلف. ممنونم از دوستان در اندیشکده آگاهی و شناخت که اینها رو برای من و دیگران ارسال میکنن. به دوستان پیشنهاد میکنم که
با این دوستان تماس بگیرن، فالو کنن، ممبر بشن یا سابسکرایب بشن تا اوتوماتیک وار براشون این نوشته ها، این فیلم ها، این برنامه ها فرستاده بشه. من به نوبه خودم از شما ممنونم که اینها رو می نویسید و زحمت می کشید تهیه می کنید. از اون دوستان ممنونم که اونها رو منتشر می کنن و پخش می کنن. خیلی ممنون. شما نوشتید که تیتر چیز رئیس جمهور چماقدار، علم کردن یک سپاهی برای مقام، برای مقام ریاست جمهوری. در پاراگراف نخست نوشتتون این هست که تصویر سیاهی از جمهور اسلامی ترسیم میکنید، شما می‌نویسید اینجور، و که جمهوری اسلامی با دروغ و خدعه و وعده‌های پوچ خمینی آغاز شد، با عوام فریبی و دین فروشی آخوند پا گرفت و با چماق اراذل و اوباش هایی که سپاه را در کنترل داشتن جا افتاد. این خیلی جالب بود برای من که چجوری شما ما رو برگردوندین و به همون نشون دادین که این یک عمل نبود که انجام بشه، یه چیز دنباله دار بود با برنامه و به خوبی اونا اجرا کردن و ما به خوبی در این دام افتادیم. سوال من از شما اینه، رابطه این اوباش اراذل رو با آخوندا شما چگونه میبینید و میدانید؟ حتما سپاسگزارم. درود بر شما جاب سوربی. در آستانه سال 1400 نوروز رو به شما، به بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانمون شاد باش میگم و برای سال نو برای همه ایرانی ها آرزوی آزادی و نون دارم. در پاسخ به پرسشتون، ببینین، با سرنگونی رژیم شاه و فروپاشی ارتش فردیش، انتظامات و پلیس هم تعطیل شد. کمیته های محلی توسط جوان ها و بچه مردا تا اندازه‌ای خلا و پر کرد، ولی کافی نبود. عدم وجود پلیس و انتظامات هدیه‌ای بود برای اوباش و اراذل و چماقدارا. اونا به امید باج گرفتن دستبرد به انبار مردم زدن، میرفتن تو خونه‌های مردم، توی شرکت‌ها، تو انبارها و تخلیه می‌کردن. ولی خواستن این کارو رسمی بکنن، وارد کمیته‌ها شدن. آخونده و اوباش حداقل دو قرن رابطه نزدیکی و همکاری داشتن. میتونیم نگاه کنیم، فرض کنیم به دوران مشروطه. آخونده با اجیر کردن اوباش چماقدار مشروطه خواهان رو تهدید میکردن و مورد ضرب و شتم قرار میدادن. یکی از رهبراشون شیخ فضل‌الله نوری بود، یک شارلاتان عوام فریب، یعنی یک آخوند تمام عیار بود. شیخ فضل‌الله عریضه‌ای می‌نویسه به شاه که مشروطه مخالف با قوانین اسلام است. اینجا باید یه چیزی در نظر داشته باشیم، و اونی که مشروطه یعنی اون دیگه محدودترین نوع بیانش، مشروطه یعنی محدود و مشروط کردن قدرت شاه. پس بنابراین شاه مخالف مشروطه و مجلسه. اینی که شیخ فضل‌الله میره به شاه میگه که این مخالف اسلامه، این دوتا به هم دیگه نزدیک میشن در این ملاقات و به شاه میگه که، یعنی شیخ فضل‌الله، تا زنده باشیم نمیگذاریم مشروطیت دائر شود. در اینجا میخوام یک اشارهی بکنم به میرزا، میبینم تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته میرزا محمد کرمانیه. این تو این گیومس از این کتابه، میگه که تفنگ زیادی به مشدیها و بیارهای محله چاله میدون دادن. فتنه جویی و حیله کاری های شیخ فضل‌الله چندین هزار نفوذ را فدای هوای نفسانی او نمود و به خاک و خون کشید تا بالاخره او را به سزای اعمالش رساندن و به دار آویختن. دارم نشون میدم که همیهنانم بدونن رابطه اوباش و آخوند حداقل دو قرن سابقه داره. بعد از این مسئله میرسیم به دوران دهه 1320-1330
مظفر بقائی که یکی از سیاستمداران اون دوره بود، حزب زحمتکشان رو به وجود میاره و برای سرنگونی دولت مصدق با شاه و سیاهی همکاری میکنه. بقایی هم برای سرکوب رقبای سیاسی و حزبی مانند خلیل ملکی و نیروی سوم از چاقوکشا و چماقدارا استفاده میکرد. در این مرحله رسیدیم به کودتای 28 مرداد. نقش اوباش و اراذل شکل پررنگتری به خودش میگیره و آخوندهایی مانند کاشانی، بهبهانی، شمس قنات آبادی از اوباش و اوباشهای میدون، لاتها و یک بزنها مانند طیب، طاهر، رمزون یخی، میتی حمال و زورخونه چیها مانند شعبون بیمخ استفاده میکنن. پولهای CIA به اندازه‌ای بین اوباش و زورخونه ها پخش میشه که نرخ دلار در ایران سقوط میکنه. حالا چرا نرخ دلار سقوط میکنه؟ برای اینکه در ابتدا هر روز مامورا میومدن دلارها رو میبردن به بانک‌ها در تهران، تبدیل میکردن به تومان و ریال و تقسیم میکردن، تا اینکه بانک میگه دیگه نمیپذیره، اینا مجبور میشن خود دلار رو تقسیم کنن. این وقت انقدر دلار بین این لات و لوتا و زورخونه ها و بقیه تو دست مردم زیاد میشه که نرخش سقوط میکنه. این نشون میده که در چه حدی بود. میرسیم به جمهوری اسلامی. پس از انقلاب 57 در اوایل حکومت آخوندها متوجه شدن که اوباش چماقدار و غمکشا میتونن قدرتی باشن برای مقابله با گروه های سیاسی. اونایی که خاطرشونه در اول انقلاب به شدت این مسئله رواج داشت، یعنی که گروه های سیاسی نمیخواستن آخوندها همه چی رو در دست بگیرن. از این به خاطر این موضوع آخوندها این اوباش و اراذل و چماقدارها رو وارد سپاه و بنیادها کردن، پول و مقام دادن و در آغاز کار نقش این چماقدارها نقش سگ نگهبان رو ایفا می کردن و واقعا پاچه مردم رو می گرفتن. ولی نقش اوباش حکومتی به مرور تغییر کرد و سگ نگهبان به مقام شریک دوز رسید. در ابتدا زمانی که هنوز مسائل کامل جا نیفتاده بود، عده‌ای از این اوباش و اراذل و یکی به زنها با خشونت و زورگویی و دستبندی تونستن از جایگاه ویژه‌ای در سپاه برخوردار بشن و به مقام‌های ارشد برسن. آخوندها برای تشویق و ادامه همکاری اوباش باج بزرگی بهشون دادن و گروهی از سپاهی‌ها بدون گذروندن دوره‌های تخصصی و آموزشی دانشگاه نظامی درجه‌های افسری گرفتن و تعدادی از اونا بدون طی سلسله مراتب به درجه سرداری رسیدن. ببینین، حالا میخوام رابطه رو نگاه کنین. 3 سال پیش یه بار که آخوندها میخواستن تکروی کنن، بلافاصله زمزمه کودتای سپاه فضا رو پر کرد. در یک مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به پرسش احتمال کودتا، سرداری که مورد پرسش بود پاسخ میده: تا زمانی که منافع ما حفظ شود نیاز به کودتا نیست. رژیم بلافاصله عکس‌العمل نشون میده و سیستم اقتصادی و درآمدهای مالی و تولیدی کشور رو در اختیارشون میذاره. رابطه آخوندها و اوباش رابطه ناسالم زد و بند و بدبستونه. نه مردم در این معامله سهمی دارن و نه کشور. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. جالبه که به این صراحت گفتن که تا موقعی که به اصطلاح منافعمون رو داشته باشیم احتیاجی به کودتا نیست. شما توی نوشتتون این به اصطلاح خمینی و آخوندها و اوباش اراذل را سبب مشکلات میدونید، در ضمن این که مسئولیتی هم برای مردم قائل هستید، لطف کنید این نقش و مسئولیتی رو که به مردم نسبت میدید بگید که چیست و چگونه است.
البته میدونین که در زمین که این پرسش بسیار مهم و اساسیه، منم هدف اعتراضات و انتقادات قرار میده، ولی من باور دارم که خربوزه که میخوری باید پا لرزشم بشینی و وقتی تلاشگر سیاسی باید این چیزا رو هم بپذیری. با در نظر گرفتن متن مذهبی جامعه قابل پذیرشه که میلیون ها تن از همیهنانمون همراه با بخش بزرگی از روشنفکران و تلاشگران گول وعده های آزادی و برابری و عدل اسلامی یه روحانی سالخورده و مخالف حکومت رو بخورن. یعنی اینو باید ببرین به اون زمان، برگردیم به 57 و اون موقع هنوز خمینی و آخوندا به صورت یک ابلیس که خودشان الان نشون دادن هنوز به اون صورت نبودن. و یه نکته بسیار بسیار مهمی که من واقعا نه زیاد دربارش گفتگو شده نه نوشته شده و اون اینه، اعتبار و حیثیتی که آقای طالقانی در بین مردم و روشنفکران داشت در ایجاد اعتماد به خمینی نقش بسیار بارزی داره، در ضمنی که عواملی زمینه رو برای دگرگونی جامعه آماده کرده بود، مانند حکومت فردی و تکبر جنون‌آمیز شاه، جلوگیری از شرکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون، فساد گسترده دربار و هزار فامیل و وابستگی حکومت به بیگانه. و اما اشاره شد به نقش مردم. مردم متاسفانه یه نقش ناخودآگاه هم داشتن و میخوام در اون مورد گفتگوی بکنیم. دوگانگی شخصیت و اختلال هویت، یعنی تضاد، یکی از کاستی های فرهنگی مونه. این پدیده طی قرنها توی فرهنگمون جاسازی شده. با این مسئله باعث میشه که راحت تر دستخوش احساسات بشین و بدون فکر و بدون تأمل و تفکر دنبال روی کنیم. این دوگانگی شخصیت و تضاد هم ویژگی های فرهنگی مثل پندار و گفتار و کردار افراد جامعه رو شکل میده و هم تعیین کننده نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. یعنی چی؟ یعنی این ویژگی ها ما رو ناخودآگاه به یک سو یا سوی دیگه جلب و جذب میکنه و میتونه در عقب ماندگی یا پیشرفت جامعه نقش اساسی داشته باشه. میخوام چند تا از این چیزها رو با همدیگه نگاه کنیم، این دوگانگی رو، برای اینکه دوگانگی شخصیت و اختلال هویت هر زمانی به یه نوعی خودش نشون میده، خوب و بد، دیانت و معصیت، تصمیم و تقدیر، ظاهرسازی و پشت سر بدگویی کردن، حسادت و کینه ورزی. در رابطه با دوگانگی شخصیت میخوام از دو سه تا از روشنفکران و نویسنده هامون برای همیهنان اون بینندگان بخونم. اولیش حسن نراقیه که در این کتاب این درگیوم است، میگه که هر پدیده‌ای را اعم از جریان، شخص، دولت، همسر، همکار، کلن به صورت سفید و سیاه، خوب مطلق یا بد مطلق، دیو یا فرشته ارزیابی میکنه. بعد میگه به عبارتی رفتارهایمان معتدل نیست. نفر بعدی محمد علی جمالزاده توی این کتابش به نام دارالمجانین، اینم باز توی گیوم هست، میگه که جالبه به نظر من، میگه پدرم عوالم خاصی داشت و میتوان در وصف او گفت که متدین معصیتکار و فاسق خداپرستی بود. جمالزاده تو این کتاب در مورد برنامه های عصر پدرش صحبت میکنه، یعنی عصرها وقتی از سر کار میمده خونه، توی خونه شون یه باغ
گل و تشکیلات خیلی قشنگ بوده. اینا آب جارو میکردن یه طرف باغ، یه دونه تخت میذاشتن وسط نماز و دعا رو روی اون تخت پن میکردن، اون بره باغ یه تخت دیگه میذاشتن وسط ماسوخی ها رو عرق رو پن میکردن. بعد جمالزاده میگه پدرش برای هر کدوم از این مراسم مثل نماز و دعا و علخوری لباس مخصوص اونم به تنش میکرد و در پایان روز هر دو رو انجام میداد. به نظر من واقعا این تضاد شخصیت رو کاملا به نمایش میذاره و من میدونم که اکثر هممیهنانمون یا خودشون دیدن یا شنیدن یا مثلا توی فامیل دیدن که بعضی از اشخاص مشروبشون رو میخوردن، عرقشون رو میخوردن، بعد دهنشون رو آب میکشیدن میفتن نماز میخوندن. حالا به هر حال میرسیم به صادق هدایت که در این کتاب میگه که این باز تو گیوم هست و مذهب میخوام از این لغتی که اینجا هست، واژه‌ای که اینجا هست، میگه سیاست چیز گوهیست، کار من نیست. توی مملکت حسابی سیاست رو میدن دست متخصص، نه دست من و امثال من. این جالبه برای اینکه در رابطه با این نوشته هدایت، زمانی که ما از چاله حکومت فردی و خودکامه شاه به گودال بیکفایتی آخوند سقوط کردیم، یعنی پس از انقلاب مردمی و اجتناب ناپذیر 57 با ورود آخوند و اوباش و اراذل به صحنه سیاست و پیاده کردن فتوای خمینی، اینو واقعا باید بهش جدی نگاه کرد، این تو گیوم است. خمینی میگه که ما متخصص نمیخواهیم، متدین میخواهیم. این باعث شد، این درست حرفه که الان از صادق هدایت دیدیم، موهومات و خشونت بر اریکه قدرت نشست و شایسته سالاری قربانی شد، ذبح اسلامی شد. در رابطه با نقش و مسئولیت مردم، امروز یک بار دیگه کشورمون در آستانه رأی‌گیری برای ریاست جمهوریه. آخوندها به شدت در تلاشن که مردم رو به پای صندوق رأی بکشن و میدونیم که اینو با همدیگه مرور کردیم که ما در جمهوری اسلامی حق انتخاب نداریم، حق رأی داریم. تازه اون حق رأی هم به کیه؟ به منتخبین شورای نگهبان. یعنی رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان مأمور دولته، نه خدمتگزار مردم. امروز در جمهوری اسلامی خواست مردم نان و آزادیه. نان آزادی یعنی چی؟ نان آزادی یعنی ما کشوری میخوایم که در اون همه افراد جامعه، زن و مرد و اقلیت‌ها در سراسر ایران برابر باشن، قادر باشن که خودشون در تعیین سرنوشتشون شرکت کنن. ما کشوری میخوایم که مردم برای برخورداری از حد اقل زندگی انسانی، از فرصت‌های برابر اقتصادی برخوردار باشن و بتونن با کار و کوشش و دستمزد یه زندگی شرافتمندانه داشته باشن. نان آزادی، خواستها و نیازهامون به خودی خود به وجود نمیاد و نباید یا نباید در رأی گیری شرکت کنیم یا باید به کسی رأی بدیم که توانایی فراهم کردن نان و آزادی رو داشته باشه، وگرنه شرکت در انتخابات مانند 14 دهه گذشته یه حرکتی بی نتیجه و تکراریه. سپاسگزارم. بسیار ممنون. در رابطه با این که بعضی ها بودن در خانواده ها که نماز میخوندن و به اصطلاح عرق میخوردن بعد دهنشون رو آب میکشیدن نماز میخوندن، ما فامیلی داشتیم که آخوند بود و یادمه در منزل شوهرعمه ما که نسبتا حیات بزرگی بود، این طرف میومد با پدر من و عموی من و اینها مشروب میخورد، بعد میرفت اونور و همینجوری هم که گفتید این لباسش عمامش میذاشت پایین، میمد اینجا عرق میخورد، بعد اونا رو میپوشید، دست نماز میگرفت و میرفت اونور میشد پیش نماز. این جالبه و من همیشه بچه بودم ولی برام جالب بود این
آقای مجد بود، حسن مجد که فوت شده. شما توی این مقاله باز به اون شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و اصلاحات رفراندوم رمز فریب مردم، عمق درک مردم رو نشون دادید. شعار اول به وضوح میگه که به اصطلاح ستمگر رو شناسایی میکنه، شاه و شیخ رو. در شعار دوم اصلاحات رفراندوم رمز فریب مردم اعلام میکنه که اصلاحات جمهوری اسلامی و رفراندوم سلطنت چیزی جز فریب نیستن. حالا آخرین سوال من از شما اینه، در چنین موقعیتی راه رهایی و نجات رو شما در چی میبینید؟ این مطلب بسیار جالبی، برای اینکه رشد و درک عده قابل ملاحظه از هممیهنانمون هم باعث دلگرمی و امیدواریه و کافی نیست. برای اینکه باید باور داشته باشیم، یعنی مردم، ملت، همه که صاحبان اصلی این آب و خاکن، باید بدونیم که تعیین سرنوشتمون در دست خودمونه. مردم باید بدونن که یه لحظه نباید آروم نشست تا به هدف نان و آزادی رسید. برای شرکت در تعیین سرنوشت و زندگی انسانی پیشنهاد میکنم که نیاز به 3 تا عامل داریم: خواستن، اراده کردن و گام پیوسته برداشتن. این 3 تا عامل باید با هم باشه، هیچ کدومشون به تنهایی کارساز نیستن. برای مثال خواستن به تنهایی یه رویاست، منتظر معجزه بودنه، توهم عوامل غیبیه. اراده به تنهایی و بدون عمل اصلا معنی و مفهومی نداره. گام برداشتن باید هدفمند با برنامه و پیوسته باشه. این 3 عامل با هم سرنوشت‌ساز و رهایی بخش. امروز کمتر کسی توی میهنمون پیدا میشه که با رأی‌گیری ساختگی و مهندسی شده رژیم آشنا نباشه. رژیم این بار از روی استیصال، ناچاری و نجات از بن‌بست ترفند جدیدی رو پایریزی کرده، برنامه ریزی کرده که بتونه مردم رو به پای صندوق رأی بکشه. چرا میگم استیصال، ناچاری و بن‌بست؟ چون پس از 4 دهه زندگی جهنمی مردم خسته شدن، به سطوح اومدن. برای همینه که طی 2 سال گذشته تنفر و انزجار خودشونو از رژیم آخوندی به طور شفاف بیان کردن و به نمایش گذاشتن. ترفند جدید رژیم که همین علم کردن یک سپاهی برای مقام ریاست جمهوریه، برای چیه؟ برای ردگم کردن و تمرکز از روی ملاهای حاکم برداشتن، برای ادامه کنترل ابزارهای قدرت و ثروت، برای حذف مخالفان درونی حکومت. این حیله و شعبده بازی جدید آخوندها منظورش، هدفش اینه که به مردم بقبولونه این بار دارین به کسی رأی میدین که نه طرفدار اصلاح طلب، نه طرفدار اصولگرا. بیت خامنه‌ای، داردسته خامنه‌ای، با آگاهی از انزجار عمیق مردم به حکومت آخوندی و با آگاهی از پدیده مقبولیت زور در فرهنگمون، اینو که دست کم نباید گرفت، زور در فرهنگمون مقبولیت داره. علم کردن یه سپاهی رو برای مقام رئیس جمهوری رو در سطح بسیار گسترده‌ای تبلیغ کرده و چند تا ادعام داره. برای مثال ادعا میکنه که مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیاز به قاطعیت و قدرت نظامی داره. این ترفند رو نباید دست کم گرفت، برای اینکه دار دسته خامنه‌ای این ترفند رو مانند یه پروژه عظیم برنامه ریزی رو هدایت میکنن. شخصیت ها، نهاد ها، حوزه ها بخش های متفاوتی از این برنامه رو دستشون گرفتن و دارن باهاش میرن جلو. گام نخست این ترفند، یعنی علم کردن یه سپاهی برای مقام ریاست جمهوری، 2 سال پیش برداشته شد.
زمانی که علی خامنه ای در دیداری با گروهی از دانشجویان نام داره بسیج و حزب الله به این دانشجویان گفتش که این گفته خامنه ایه، خواهان تشکیل دولت جوان حزب الله است. از اون زمان بسیج و حزب الله با راهنمایی و بودجه عظیم بیت رهبری خواست خامنه ای رو فتوا مانند دنبال میکنه و داره اینو حتی نه تنها داره دنبال میکنه، داره برای زمین سازی اومدن در این مورد کتابی نوشتن به نام دولت جوان حزب الله. من اتفاقا میخوام یه گزارش کوتاهی رو از ایسنا به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور برای بیننده ها بخونم. این تو گیوم است. میگه با توجه به طرح دولت جوان حزب الله از سوی امام خامنه ای برای انتخابات 1400 و مطالبه معظم الله در این خصوص و با توجه به سوء برداشت هایی که صورت گرفته و امام خامنه ای را به تشریح بیشتر واداشت، بسیج اساتید با هدف رفع شبهات و سوء برداشت ها در خصوص دولت جوان حزب الله و تحقق دغدغه های نایب امام زمان اقدام به تألیف کتابی با همین عنوان کرد. این مال خبرگزاری دانشجویان بسیجیه. یه گفتیم انواع گروه حوزه ها و شخصیت ها دارن در این مسئله دامن میزنن و اینو جلو میبرن این پروژه رو. یکی دیگه از این مهره های اصلی رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسیه. برای بیت رهبری حضور او در قوه قضاییه حکم سیستم بررسی و تعادل رو داره که تو برنامه های شما در موردش گفتگو کردیم. برای اینکه به موقع میتونه جلوی اشخاص و حرکت ها رو سد کنه، بنابراین نقش رئیسی کلیدی و حساسه. اصولگراها بر این باورن که انتصاب ابراهیم رئیسی، تشکیل مجلس 11 که قرق اصولگراهاست، همراه با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، ناامیدی رای دهنده ها از وعده های عملی نشده و ضعف دولت روحانی، زمینه رو برای گام بعدی آماده کرده. گام بعدی به وسیله سرتیپ به پاسدار حسین دهقان که مشاور فرمانده کل قوا یعنی خامنه ای برداشته شد. این سرتیپ پاسدار در چندین مصاحبه و گفتگو موضوع تأثیرگذار بودن یک سپاهی در حل مشکلات اقتصادی مملکت و معیشتی مردم رو بازپاشی کرده و آغاز نموده. بلندگوهای بخشای دیگر نظام با تکرار شعار قاطعیت های نظامی و تغییرات مورد نیاز جامعه این ترفند رو بر سر زبون ها انداختن. توی نوشته های تبلیغاتیشون ادعا میکنن ببخشید این توی گیوم است، کاندیدای نظامی در عرض یک سال ایران را از بحران ها نجات میدهد. همونجور که میدونیم یه ادعای پوچ و بیاساسیه، مانند بقیه معجزه های توهمی رژیم. آخونده امیدوارن با این شعبت بازی بتونن بار دیگه ادعی از مردم را اقفال کنن، سر کار بذارن به این امید که راه نجاتی وجود داره. پرسش اینجاست، آیا هممیهنانمون بار دیگر به دام رژیم میافتن یا این بار دست رد به سینهش میزنن؟ طی 40 گذشته به انواع اعتراضات دست زدیم بجز نگفتن به رای گیری. آیا دلیلی بهتر از شرکت نکردن در این خیمه شب بازی برای کسب ارزش و احترام انسانی و حقوق شهروندی میبینی؟ آیا راهی ساده تر و بی خطرتر
برای مبارزه با رژیم داریم. زندگی انسانی دو بعد اساسی داره، نان و آزادی، که تنها پس از نگفتن به رژیم فقاهتی به دست میاد. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدین از دوستان بیننده هم تشکر کنم، مخصوصا آقای اکبری همشهری عزیز من که نوشته حرفهای آقای لادن همیشه انرژی مثبت میده و امیدوار کننده است. من به نوبه خودم از شما ممنونم که با ما بودید. امیدوارم سالی خوب در انتظار شما و خانواده شما باشه و در سال آینده هم با شما باشیم و بیشتر باشیم. خیلی ممنون که امروز با ما بودید. سپاسگزارم از شما، از جناب اکبری و بیننده ها. منم آرزوی نون آزادی برای همه دارم. مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. در حین برنامه وبسایت ایشون رو نوشته بودیم، راه‌های تماس و ارتباط رو نوشته بودیم. حتی از ایران شما میتونید با واتساپ با این شماره تلفنی که باز نشون میدم میتونید تماس بگیرید. من یک ساینی درست کرده بودم که اینها رو بزرگتر نوشته بود و امروز قرار بود اون به اصطلاح نشون داده بشه، ولی نمیدونم چرا. آخرین برنامه امسال رو بهتون تقدیم کردم. خیلی ممنون که با ما بودید و امیدوارم سال 1400 سالی بهتر باشه برای همه و بتونیم در سال جدید با مخالفین خودمون بهتر صحبت کنیم، حرفای اونا رو گوش بدیم، شاید اونها یه چیزی بگن که من و شما تا امروز متوجه نبودیم و به قول دکتر ناصر طهماسبی اول تأمل کنید، تحمل کنید، تفکر کنید، بعداً تصمیم بگیرید. روز روزگار بر شما خوش.